با درود به همگی هموندان گرامی هم در مهستان، دوستان و مدعوین گرامی، در آغاز این برنامه این سربلندی رو دارم که به حضور شما برسانم که امروز ما نشست مهستان رو نداریم و یک برنامه‌ای داریم از گروهی موسوم به گروه اقدام مشترک یا همانند این که روندی دارد شکل گیری و پدید آمدن این گروه که برای شما خواهم گفت. در پی اتفاقاتی که در عرصه جهانی افتاد، در عرصه سیاست جهانی و شکل گیری کنفرانس ورشو، ما اقدام به پخش یا فراخوانی دادیم به عنوان تلاش برای اقدام مشترک و این وطن ماست که برای آن تصمیم میگیرند، که در ادامه خواهم گفت جریان آن چه بود. و در این برنامه ما گروه‌هایی از جبهه متحد مبارزان ایران، حزب پانیرانیست خارج از کشور، حزب سکولار دموکرات ایران، حزب سکولار دموکرات ایرانیان، حزب مشروطه ایران، رنسانس ایرانی، سازمان شیر و خورشید ایران، سامانه پادشاهی پارلمانی ایران، کنگره دیجیتال ایران، گروه ما هستیم، مرکز مطالعات بلوچستان لندن، مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران و نهاد مردمی به همراهی و هماهنگی هم در این نشست گرد هم اومدن تا یک پرس کنفرانس یا یک نشست برای آگاهی هممیهنان و کسانی که در جریان کنش ما در هفته آینده بودند داشته باشیم. اما اینکه چگونه این گروه شکل گرفت و ما آن تمانند هفته گذشته که گزارشی دادیم از آنچه که میان حزب مشروطه و حزب سکولار دموکرات و مهستان گذشت، من یک کلیاتی رو اینجا دوباره خواهم گفت. در 11 ژانویه امسال وزارت خارجه آمریکا به همراه وزارت خارجه لهستان یک فراخوانی رو در سایت هاشون گذاشتن به صورت استیتمنت و درخواست کردن از کشورهای جهان که در ورشو، در شهر ورشو، در 13 و 14 فوریه درباره آینده صلح و امنیت در خاورمیانه گفتگو بکنند و این دو کشور میزبانی این گفتگو رو پذیرفتند. در آن بیانیه گفته شد که همه کشورهای جهان دارای منافع قوی و مشترک در خاورمیانه پایدار و آرام هستند و در همین اساس نگرانی هایی درباره تروریسم، افرادگرایی، توسعه و گسترش موشکی، تجارت دریایی و امنیت و تهدیدات گروه های پروکسی که منجر به پروکسی وارها یا جنگ های نیابتی می شود در سراسر منطقه خاورمیانه وجود دارد و بر روی این نگرانی ها در کانون انرژی جهان می تواند که منافع دنیا را به خطر بیاندازد. در پس این رویداد پرس کنفرانس ها و در واقع گفتگوهای خبری انجام شد توسط دو کشور آمریکا و لهستان، جمهوری لهستان، که در اونها به ویژه آقای پومپئو نظراتی رو دادند که و در پی اون به دنبال فراخوانی که داده بودند و دعوتی که کرده بودند از کشورها آغاز کردند سفر کردن به کشورهای پیرامون ایران و دعوت از بسیاری از کشورها برای رفتن به این نشست در ورشو. پس از این بودش که بخشی از اپوزیسیون دموکراتیک ایران به این اندیشه میافتد که باید کاری کرد. در این میان حزب سکولار دموکرات ایرانیان، مهستان و حزب مشروطه ایران به دلیل پیوندهایی که با هم داشتند یک فراخوانی رو می‌نویسند با همین عنوان که این کشور ما است که درباره اش تصمیم می‌گیرند. در این فراخوان از همه گروه‌های سیاسی، شخصیت‌ها خواسته شده بود که برای هم‌اندیشی، برای واکنش به این رویدادی که در پیش هست گرد هم بیایند و نشانی و روز هم قرار بود که روز سه‌شنبه
سه‌شنبه‌ای که گذشت باشد و برای هر ایمیلی هم در نظر گرفته شد و برای هر آن کس که درخواست فرستاد نشانی یک اتاق گفتگوی اینترنتی در یکی از این نرم افزارهای وبینار فرستاده شد. در روزهای گذشته، شب و روزهای گذشته، نشست‌های بسیار طولانی و با به هر حال شکیبایی فراوانی از طرف دوستان بوده که من جای شادباش داره به همه این گروه ها بگم، انجام شد و دستاوردهایی رو داشت که در ادامه من از کسانی که در این نشست ها بودم درخواست میکنم که اون رو برای شما بگم. همزمان با ادامه این رویدادها در روز 25 ژانویه استیتمنت دیگری، بیانیه دیگری از طرف وزارت خارجه آمریکا و لهستان پخش شد و بر روی تارنماهای آنها اومد که اونجا 4 راستای کلی رو در نظر گرفته بودند برای این کنفرانس و از جمله بحران منطقه‌ای و تأثیر آن بر غیر نظامیان در خاورمیانه، همچنان گسترش و افزایش قدرت موشکی، امنیت سایبری و قدرت و نگرانی های پیرامون اون در بخش انرژی و مقابله با افرادگرایی و امور مالی غیرقانونی. در پایان این استیتمنت یا بیانیه ایمیلی هم آمده برای اینکه بشود با اونها تماس گرفت. همچنین گفته شده در پایان این 2 روز نشست در ورشو این وزرا حتما یک کنفرانس مطبوعاتی خواهند داشت و به پرسش ها پاسخ خواهند داد. اما بازگردیم به کار خودمون. خوشبختانه این درخواستی که از سوی 3 نهاد پخش شد و نامه هایی که داده شد از سوی تارنماهای بسیاری و برخ تلویزیون ها در میون گذاشته شد، از جمله کیهان لندن، کافه لیبرال یا نشریه شهروند و دیگران که نامشون بیشتر هست و من میگذرم. و به هر روی من میرویم به سراغ این که چه در این نشست ها گذشت. من گمان میکنم که برای اینکه بتوانم یک برایند کلی از آنچه در این نشست ها گذشته است بدهم، از کسی دعوت بکنم که این گفتگوها رو با شما در میون بگذاره که در تمام این نشست ها با شکیبایی گردش کار رو به عهده داشت. در اگرچه در نشست اول پیشنهادی ایشون در واقع گردش نشست و مدیریت رو به گردن گرفتن، ولی با انتخاب دوستان که در نشست بودن در ادامه گفتگوها در شبها و روزهای آینده جناب آقای یزدیان همچنان گرداننده این نشست ها بود و از اونجایی که ایشون تمام نکات رو یادداشت کردن و هماهنگی ها رو برای روزهای آینده انجام میدادن، من گمان میکنم ایشون بهترین کسی هستند که در آغاز بتوانند یک نمایی از آنچه که گذشت رو به همه ما بدهند. جناب یزدیان، آیا میپذیرید این درخواست رو برای؟ بله، خیلی سپاسگزارم جناب آقای، از گزارش مبسوط و مفصل شما. پیشینه رو گفتید و کار من رو هم کم کردید، سپاس از شما. من از اونجا شروع میکنم که گروه ها، احزاب مختلف و شخصیت های مختلف اعلام آمادگی کردند که در نشستی گرد هم بیان و موضوع دستور جلسه این بود که چه واکنشی بخوایم انجام بدیم. در جلسه ای که تشکیل شد به اتفاق احزاب و سازمان های مختلف و شخصیت های مختلف، تصمیم گرفته شد که یک نامه نوشته بشه و این نامه توسط احزاب و سازمان ها نوشته بشه و شخصیت های شریف و مستقل بتونن بعداً از این نامه حمایت بکنن. جلسه اول به این صورت خاتمه پیدا کرد. تو اون جلسه هم اعضای احزاب متعدد بودن. تصمیم گرفته شد که از هر سازمان و گروه فقط یک نماینده در اون جلسه شرکت کنن که من در ادامه صحبتم اسامی این گروه ها رو به عرض شما خواهم رساند. در اولین جلسه ای که احزاب با همدیگه، سازمان ها با همدیگه جلسه داشتن، توافق شد بر این که نامه هایی رو نوشته بشه، به زبان انگلیسی باشه نامه
و تصمیم گرفته شد که این نامه خطاب به وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و وزیر خارجه کشور لهستان نوشته بشه. تصمیم گرفته شد که این نامه بعد از اینکه به زبان انگلیسی نوشته شد به زبان فارسی ترجمه بشه و ترجمه شد و که من در ادامه صحبتم در پایان صحبتم متن فارسی نامه رو میخونم. از جمله درباره این تصمیم گرفته شد که این نامه چطور به مقصد برسه. شاید لازم بود که اول بگم که سه تا نامه مورد بررسی شد، سه نوع نامه، که نامه اول برای این بود، درخواست برای این بود که از گروه‌ها و احزاب ایرانی رو که سکولار دموکرات هستن دعوت بشه که در این کنفرانس شرکت بکنن، و دو نامه دیگه که یکیش تلفیقی بود از نامه اول و نامه دوم، قرار شد که نامه دومی نوشته بشه پس از رفتن این نامه اول به سوی وزارت خارجه آمریکا، وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه لهستان، نامه دومی بنویسیم که متنش مفصل‌تر باشه و این رو بتونیم در همه جا منتشر بکنیم. درباره این که نحوه این که این نامه چگونه ارسال بشه، تصمیم گرفته شد که این نامه از طریق پست فیزیکی ارسال بشه، که پست فیزیکی، پست سفارشی که رسیدی هم داده میشه، و همچنین از طریق ایمیل فرستاده بشه به این دو وزارتخونه، که البته حالا میبینیم که یک ایمیل سومی هم خود وزارت خارجه آمریکا گذاشته که اگر کسانی میخوان در مکاتبه بکنن اون ایمیل آدرس دیگه هم اومده که دوستانی رو که مسئول این ارسال بودن لابد توجه دارن، خودشون همینجا نشستن. و مورد سوم این بود که پاره ای از شرکت کنندگان روابطی رو داشتن که میتونستن به سرعت این نامه رو مثلا به وزارت خارجه آمریکا بدن و یا به وزارت خارجه لهستان. صحبت شد راجع به یکی از شرکت کنندگان که سفیر لهستان رو در اتحادیه اروپا میشناخت، در این موارد صحبت شد. و هر حال درباره نحوه ارسال این نامه که البته من هنوز نمیدونم که این نامه، دیدم 4-5 تا ایمیل اومده ولی به دلایلی نتونستم همه این ایمیل ها رو بخونم، لابد خود دوستانی رو که همینجا نشستن و این مسئولیت ها رو داشتن گزارشی در این زمینه حتما خواهند داد. اینها تصمیماتی بوده که ما در اونجا گرفتیم. این 11 تا گروه ما بودیم ولی در نشست آخر پیشنهاد شد که احزاب و گروه های دیگه ای هستند که مایل هستند این نامه رو امضا بکنن، کتبا درخواست کردند و اسامی این احزاب و گروه ها هم اضافه شد. در این فاصله فکر می کنم که یکی از این سازمان ها حداقل تلفنی به من اطلاع داد که اسمشون حذف بشه به دلیلی که موافق نبودن با نحوه ای رو که این نامه اسم سازمان ها را برده، از جمله اسم سازمان ایشون. به من گفتن که این اسم حذف بشه که من خدمت ایشون که احتمالاً یا اینجا نشستن در این اتاق یا از طریق تلویزیون این برنامه رو ادامه میدم، به ایشون عرض کردم بنده تصمیم گیر نیستم، تصمیم گیری ها شده و من فقط مدیر نشست بودم، بهتره که به همه این گروه 13-14 نفره شما خودتون یک ایمیل بفرستید که همه دوستان اینو بخونن، که لابد دوستانی که این ایمیل رو خوندن در گزارشاتی رو که میدن به اون هم اشاره خواهند کرد. اون قضیه خارج از مسئولیت مدیر این نشست ها بوده که من باشم. و اما خود نامه به زبان فارسی، من برای شما میخونم این نامه رو که ترجمه یک نامه انگلیسی هست
این نامه تصویب شده، من میخواستم توضیح بدم خدمت دوستان، تصویب شده، به احتمال قریب یقین ارسال شده. بنابراین صحبت بر سری که این واژه‌اش اگر اون شکلی بود بهتر می بود یا این جمله می باعث اون شکلی باشه، زیاد سودی رو ثمری رو نداره. این نامه ترجمه نامه انگلیسی، دوستانی که اشراف دارن به زبان انگلیسی بهتره که اوریجینال این نامه رو به زبان انگلیسی مطالعه بفرمایند. نامه رو من میخونم. عالی جناب وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، عالی جناب وزیر خارجه جمهوری لهستان، موضوع درخواست دعوت از نیروهای سکولار دموکراتیک اپوزیسیون ایران برای شرکت در کنفرانس بین المللی ورشو در مورد خاورمیانه 13 و 14 ماه فوریه 2019. عالی جنابان، امضا کنندگان این نامه از جانب سازمانهای سکولار دموکرات ایرانی که بخش عمده ای از گروههای مخالف حکومت غیرقانونی و جهادی موسوم به جمهوری اسلامی ایران را تشکیل بیدهند، خواستار آنند که واگویندگان صدای مردم ایران و از جمله نمایندگان سازمانهای امضا کننده این نامه در کنفرانس پیش روی ورشو شرکت داشته باشند. از آنجا که هدف اعلام شده این کنفرانس برقراری ثبات و امنیت در خاورمیانه و نیز مقابله با تأثیر برهمزننده ثبات و آشوب آفرین حکومت اسلامی ایران در منطقه و جهان است، ما علاقمندیم تا بر این نکته تأکید کنیم که بیشک اکثریت مردم ایران در طی 4 دهه اخیر به هیچ ملاحظه‌ای با نقش مخرب این حکومت نه تنها در خاورمیانه که در سراسر جهان و در داخل کشورشان مخالفند. رفتار ماجراجویانه این حکومت یاغی از هر جهت موجب خسارات فراوانی برای مردم ایران بوده است. لذا ضروری است که در رایزنی‌های بین‌المللی پیرامون ایران مردم این کشور شریک عمده بحث شناخته شود. همچنین از آنجا که مردم ایران چه در داخل کشور و چه در تبعید متحمل بیشترین مصائب وارده از جانب این حکومت ستمگر بودند، ما اعتقاد راسخ داریم که صدای آنان از طریق نمایندگان نمادینشان باید با قدرت هرچه تمامتر در کنفرانس ورشو شنیده شود و نه اینکه مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و بدتر از آن از شرکت در کنفرانس ورشو حذف شود. عالی جناب وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تاریخ 22 ژانویه در پیام ویدیویی خود خطاب به گردهمایی اقتصاد جهانی داووس 2019 اظهار داشته اند که، نقل قول: ما ائتلافی از ملل جهان را برای مقابله با ایران که به عقیده بنده منوچهر یزدیان منظورشون حکومت ایران هست، ما ائتلافی از ملل جهان را برای مقابله با ایران و نیاز حمایت از خواستهای ملت ایران فراهم ساخته ایم. ما قویاً حس می کنیم که لازم است که آنها رسماً مورد مشورت قرار گرفته و در این روند حضور داشته باشند. پایان نقل قول. اغلب اوقات ایالات متحده و متحدانش و نیز دیگر نیروها و سازمانهای بین‌المللی مخالفان آشتی ناپذیر یک رژیم، مثلا سوریه، افغانستان، لیبی، یمن و ونزوئلا را در کنفرانس های بین المللی مربوط به آن کشور شرکت می دهند. لذا به نظر ما عدم دعوت از نمایندگان سازمان هایی که نامشان در زیر این نامه آمده است و نیز سایر گروه های سکولار دموکرات و مخالفی که در مبارزات خود برای تأمین آینده سیاسی ایران
به استفاده از وسایل صلح‌آمیز و بی خشونت باورمند هستند، امری کاملا نادرست و ناپسند است. همان گونه که یک پلنگ قادر نیست خالهای پوستش را عوض کند، حاکمان مذهبی حکومت اسلامی استبدادی ایران نیست قادر به تغییر نهاد زیانبار خود نیستند. بر این اساس ما به تغییر صلح آمیز این رژیم و نه تغییر رفتار آن باور داریم. در واقع تغییر مدنی و صلح آمیز این رژیم با کمک جامعه بین المللی خواست مبرم مردم ایران است. همان گونه که در گذشته نیز ثابت شده، این رژیم فناتیک و جنگ طلب مذهبی جنگ و خشونت را لطف الهی تلقی می کند. به همین دلیل ما جنگ را تنها به نفع استمرار عمر این حکومت و علیه منافع مردم ایران می دانیم. امضا کنندگان این نامه بر این باورند که بهترین راهکار برای جامعه جهانی حمایت از جنبش مدنی مردم ایران و مبارزه بدون خشونت آنان در راستای منحل ساختن رژیم اسلامی است. ما بدین وسیله و با احترام از شما عالی جنابان میزبانان کنفرانس می‌خواهیم تا هر چه زودتر از گروه‌های سکولار دموکرات مخالف حکومت اسلامی دعوت به عمل آورده و آنها را جزئی لازم و جدایی ناپذیر از این کنفرانس بدانند. به هر حال این سرنوشت کشور کهنسال است، کشوری کهنسال است که مورد بحث قرار می گیرد و لذا بدون عضویت و شراکت مردم آن نمی توان این کنفرانس را تجلی حمایت معناداری از آنها داشت دانست. ما مشتاقانه و با انتظار این که جزی از این کنفرانس تلقی شویم منتظر دریافت پاسخ شما هستیم. جبهه متحد مبارزان ایران، که این جبهه همونه که نمایندش عرض کردم به من گفته بود که اسمشون برداشته بشه چون اسمشون گویا ایشون بیشتر بوده، میخواستن تعداد احزاب و گروه‌هایی رو که در این جبهه حضور دارن هم تعدادشون نوشته بشه که در اینجا در این نامه به زبان انگلیسی که و متن ترجمهش نوشته نشده. من دقیقا الان نمیدونم که اسم ایشون رد شده یا رد نشده. در هر حال ایشون تقاضا کردن که اسمشون برداشته بشه. ادامه میدم. حزب پانیرانیست خارج کشور، حزب سکولار دموکرات ایران، حزب سکولار دموکرات ایرانیان، حزب مشروطه ایران، رنسانس ایرانی، سازمان شیر و خورشید ایران، سامانه پادشاهی پارلمانی ایران، کنگره دیجیتال ایران، گروه ما هستیم، مرکز مطالعات بلوچستان لندن، مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران، نهاد مردمی. این نامه‌ای بود که ترجمه نامه‌ای بود که به زبان انگلیسی نوشته شده و به احتمال زیاد فرستاده شده. ما برای روز چهارشنبه نشست آینده رو داریم که تبعات این نامه رو و موضوعات مختلفی رو در اون نشست احزاب بررسی کنیم. از همینجا من از احزابی رو که در اون جلسات دیگه نبودند ولی اسمشون در زیر این نامه هست دعوت میکنم که روز چهارشنبه ساعت 8 به اون جلسه بیان که به وقت خودش براشون ایمیل فرستاده خواهد شد. سپاسگزارم آقای از وقتی که به من دادید. خیلی ممنونم. من هم سپاسگزارم. در روی نکات بسیار کاملی رو شما فرمودید. من همچنین نکته دیگری رو یادآوری بکنم که در آغاز فراخوان حزب آرا، آزادی و رفاه ایرانیان، به این گروه پیوسته بودند، اما پس از نشست نخست ترجیح ندادند که ادامه بدن و در نامه‌ای
گفتند که به روی نمیخواهند که در نوشتن این نامه نامشون گنجانده بشه و نامشون حذف بشود از نامه، و البته در نشست ها هم همراه نبودن. ببخشید من باید که خب دوستان گرامی من دیدم چند نفر نوبت گرفتن، اگر اجازه بدهید که من نخست از گروه هایی که تشریف آوردند به این کنفرانس خبری به گونه ای درخواست بکنم که نکات خودشون رو بیان بفرمایند، سپس میپردازیم به پرسش ها. من میتوانم از آخر آغاز بکنم اگر دوستان اجازه بدن، چون جبهه متحد مبارزان ایران آیا هموندی در این نشست دارند به عنوان نماینده؟ خیر جناب آقای، من میخواستم یه نکته مهمی رو اینجا اضافه کنم. من دقیقا به خاطر نکته مهم شما رو به جای جبهه مبارزان ایران میتوانم وقت به شما بدم. شما از پایان جدول میایید آغاز جدول، اگر نکتتون رو خواهش میکنم. نه من هم سخنانتون رو بفرمایید. من دوباره برمیگردم به نوبت خودم، ولی برداشت من این بود که دوست گرامی ما جناب آقای یزدیان وقتی سخنرانی ویدیویی آقای مایکل پومپیو وزیر خارجه آمریکا به مجمع اقتصاد جهانی داووس رو میگفتن، ایشون گفتن ما، یعنی به نقل از آقای پومپیو گفتن ما یک ائتلاف جهانی برای مقابله با ایران و حمایت از خواستهای مردم ایران تشکیل دادیم و به منظور حمایت از اون آرمان ها مردم ایران آنها باید مورد مشورت قرار گیرند. اینو من باید تصحیح کنم، ایشون نگفتن که مردم ایران باید مورد مشورت قرار بگیرن. اون جمله بعدی جمله است که در نامه ما اومده و این ادعای ماست که باید مورد مشورت قرار بگیرن و شرکت کنن. این رو من نمیدونم بقیه دوستان متوجه شدن نه. من میخواستم تصحیح کنم، مخصوصا برای بینندگان تلویزیون که به هر حال تا به امروز اونها نگفتن، یعنی نه لهستان و نه امریکا این حرف رو نزدن که ایرانیان باید مورد مشورت قرار بگیرن و شرکت کنم. این نکته مهم رو فقط میخواستم بگم، به همین خاطر من حرف زدم. یا اگرم برمیگردم شماره یک میزنم، هر موقع جناب عالی خواستید من نظرات خودم رو بیان میکنم. خیلی ممنونم. پس بنابراین میپردازیم به ادامه جدول و گمان میکنم که این بله آقای یزدیان بفرمایید. شما اگر نکته ای رو در پاسخ اما در اندازه افنو خواهش میکنم. بله جناب دوشوگی، من فقط ترجمه نامه رو خوندم، این اظهارات و نظر آقای یزدیان نبود. اون نامه به این صورت ترجمه شده و اگر که شما در این زمینه در این ترجمه اشکالی رو دارید روز چهارشنبه میتونید مطرح بکنید. من فقط خواننده ترجمه این نامه بودم خدمت دوستان گرامی عرض بکنم. از من تمام ادامه بدید لطفا. مرسی. ممنون. ولی من متاسفانه ترجمه این رو ندیده بودم. من از آقای فروتن خواستم که ترجمهش رو بفرستم. این جناب آقای دوشوگی اجازه بدید که میپردازیم دوباره به همین، چون این ترجمه برای این برنامه آماده شده و احتمالاً شاید که چون بنیاد نامه به زبان انگلیسی نوشته شد و ویراستاری آن هم به زبان انگلیسی بوده و برای گمان میکنم که نامه اصلی همون نامه انگلیسی است و در ترجمه شاید هماهنگی‌های یا نارسایی‌های موجود باشه که اینو میشه برطرف کرد. من در اینجا درخواست میکنم از جناب کیانزاد که من میبینم در میان مهمانان تشریف دارن، از سوی حزب پانیرانیست یا اگر نماینده دیگری قرار هست که سخنی بگوید در این باره، درباره نامه یا چرایی واکنششون سخن بگن. جناب کیانزاد تشریف دارید شما؟ بله با درود به دوستان و سروران ارجمند در این نشست. بر روی آنچه که بیان گردید شکی نیست که در رابطه با این کنفرانس ورشو و خب نامه‌ای که بر روی نوشته شده و مسائلی که در این نامه آورده شده، اما این که چون در این میان هستند
کنشگران سیاسی که میگویند، از جمله من در همین روزهای گذشته دیدم که در یک مصاحبه به اصطلاح گفت و شنودی سخن از این به میان آورده شد که خب اگر قراره که در کنفرانس ورشو دیگران برای ما تصمیم بگیرند، یعنی مسئله مثال چلیبی رو هم باره به میان میآورند که در عراق پس از این که پس از سقوط صدام حسین، بنابراین روی این پایه و سیاست‌های دیگری رو که به هر حال آمریکا و بگوییم گونه غرب به ویژه در رابطه با انقلاب فاجعه آفرین 57 در پیش گرفتند، بنابراین من فکر می‌کنم که در یک چنین کنفرانسی البته اگر این اپوزیسیون توانسته بود در درازای چند دهه گذشته به یک اتحاد و همبستگی سیاسی در واقع رسیده بود و می توانست یعنی یک لابی برای کشور ما داشته باشه در برون مرز که ازش دعوت بکنن در یک چنین کنفرانسی، نه تنها در بلکه کنفرانس های دیگه هم که احیانا من فکر میکنم در آینده خواهد بود، میتوانستن شرکت بکنن و خواستا و مطالبات مردم ایران رو و یا آزادی خواهان کشورمون رو در اونجا مطرح بکنند. خب این بسیار مهم بود و من فکر میکنم که به هر روی این کنفرانس و دیگر کنفرانس‌ها و نشست‌هایی که به هر حال در اروپا یا هر کجای جهان از این پس در واقع برپا شود، خب باید این اپوزیسیون و امروز هم که ما می‌بینیم در این نشست سروران گرامی از گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی گوناگون گرد هم فرا آمدند و امید بر این داشته باشیم که این همبستگی و اتحاد سرانجام بتوانه پا بگیره. اما مسئله مهم ای که به هر حال ما پانیرانیستا و سازمان برومندیز حزب پانیرانیست در واقع پیشرو داره و در واقع بنیادین در واقع هست، من فکر میکنم در این میان برای دیگر گروه سیاسی هم به این صورتی که ما در رابطه با برکناری و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در واقع نمیخواهیم که یک یورش نظامی به کشور ما بشه، فرق نمیکنه از سوی هر عرض شد که کشور بیگانه ای، و احیانا اگر کسانی به هر حال هستند که میگویند برای اینکه جمهوری اسلامی از میان برداشته بشه خب بیاین دیگران هم، یه مسئله آمریکایی‌ها دار آلمانا دارن که میگویند بلوط رو از توی آتش دیگران در بیارن بدن به دست ما، نخیر، این مسئله مربوط به مردم ایرانه و ما خب میبینیم که ملت ایران مردم ایران به پا خواستند، ماها هفته ها جنبش 88 جنبش های دیگری که در درازای این چند دهه گذشته در این سرزمین بوده خب نشان میده که این مردم با وجود شرایطی که وجود داره که در باید گفت در کشوری در این جهان ما نمیتوانیم ببینیم، حتی در ونزوئلا به این صورتی که در واقع مخالفین رو سرکوب میکنن، نمونهش به هر حال این اسماعیل بخشی است، نمونهش سپیده قلیان، نمونهش بسیاری از زنان و مردان و جوانان این کشور هستند و بنابراین من فکر میکنم که بله ما میبایستی که از هر در واقع کشوری و حکومت گذارانی که همواره سخن از این به میان میآورند در قانون اساسیشون هم مسئله دفاع از حقوق بشر به عنوان یک مسئله جهانی در واقع بهش مینگرند، بخواهیم که
در این راستا به مردم ایران در واقع کمک بکنند. مسئله برجام در هنگام ریاست جمهوری آقای اوباما، خب هم کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا و هم آمریکا فقط مسئله شون برجام بود، این مسئله رو حلش بکنند و این جمهوری سرکوبگر ستمگر اسلامی رو به حال خودش گذاشتند. بنابراین خواست ملت ایران و مردم ایران و کنشگران سیاسی و راستین در این است که ما از سوی این کشورهای آزاد جهان در واقع پشتیبانی داشته باشیم. یک مسئله دیگری هم که در این هفته های گذشته ببیش دربارش نوشته شد، من یه اشاره کوچک میکنم، نمیخوام جنبه پولمیک در واقع داشته باشه، که نامه‌ای و یا بسیاری از کنشگران سیاسی هم در واقع همواره گفتند که ملت ایران، مردم ایران، میلیاردها ثروت ملت ایران در آمریکا و همچنین در اروپا خوابیده. خب اگر این اپوزیسیون میتوانست و توانمند بود و همبسته و پیوسته در واقع بود، خب این کاملا درستی که این تقاضایی رو ما از این حکومتگران بکنیم در کشورهای که این پولها خوابیده و بگوییم که ملت ایران، مردم ایران، به کسانی که در کشور اعتصاب کردن، کارگران، آموزگاران و همه مردم ایران نیاز به عرض شود که کمک مالی است. بنابراین اگر یک چنین تقاضایی هم بشود، این در واقع مفهومش این نیست که ما بگوییم که تقاضا میکنیم از ارشد جناب ترامپ یا دیگران بیاید به ما پول بدید و کمک بکنید. این یه مسئله است و برای اینکه در سخن به درازان ارشد نکشه بله. یک اشاره کوچکی هم من در رابطه با آنچه که ما در این روزها میبینیم که در ونزوئلا برپاست. من باور بر این دارم که این دو جریان، یعنی برپایی خیزش‌های مردمی در کشورمون و در ونزوئلا، یکی از مسائل اصلی در واقع خیلی ساده، مسئله خیلی نانوآبه، مسئله اداره زندگی و معیشت روزانه مردم. هستند روشنفکرانی که در واقع هنوز به دنبال یه سری مسائل دیگر بسته ایدئولوژیک هستن. نخیر، مسئله مردم ایران خیلی ساده. به نظر من اگه ما توجه بر این داشته باشیم که مثلا فرض بفرمایید خانم فاطمه حسینی که نماینده همین مجلس هست، خب بسیاری از این مسائل اومده مطرح کرده. جناب کیانزاد توجه بفرمایید که 10 دقیقه شما در حال پایان هست. بله بله، پایان میبرم. بنابراین به نظر من این مسئله بسیار مهمه و ما امروز میبینیم که در ونزوئلا، خب آمریکا که در واقع این آمادگی رو در واقع نشان داده، اتحادیه اروپا از نظر سیاسی حمایتش رو آشکار کرده، کشورهای آمریکای لاتین به جز کوبا و بولیوی همشون در واقع از این جناب 35 ساله گوادی و پشتیبانی کردند. بنابراین سمت و سوی مبارزات ملت ایران و به ویژه مخالفین جمهوری اسلامی در برونمرز میباید به این صورت باشه که سرانجام اتحادیه اروپا و آمریکا بتوانند از ملت ایران، از مردم ایران، از جنبش آزادخانی ملت ایران پشتیبانی بکنند. سپاسگزارم از شما. خیلی خیلی ممنونم. جناب آقای بهرام آبار از حزب سکولار دموکرات ایران، امیدوارم. سپاسگزارم، من در خدمتتون هستم. درود بی‌پایان خدمت هممیهنان مبارز، هممیهنانی که برای آزادی ایران کوشش میکنند و در بالاخره تونستن کنار هم دیگه اینجا بنشینند و با هم در مشکلاتی که در مورد مشکلاتی که وجود داره صحبت کنیم. در مورد این نامه من خدمتتون عرض کنم، نامه بسیار خوبی است که نوشته شده و من هم اون رو تایید کردم. خب یک
میخوام بگم ایرادهای کوچیکی هم بود که به نظر من مثلا ایران با جمهوری اسلامی یکی نیست. بنابراین همیشه بعد این توجه داشت که نگفت که ایران اله میکنه بلکه جمهوری اسلامی داره این کار رو میکنه. اما عرض کنم خدمتتون که این نامه بسیار دیر فرستاده میشه، این اقدام بسیار دیر شروع شده. ما شاید یک ماه و نیم قبل در این مورد اقداماتی کردیم، به ما گفتن که این جریان از ماها پیش مشخص بوده و کسانی که باید شرکت کنن مشخص است و متاسفیم که ما نمیتونیم از شما دعوت کنیم. به هر صورت من فکر نمی کنم که جواب مثبتی بگیریم، اما رفتن این نامه بسیار پر اهمیت، بسیار اهمیت داره. یعنی باید این دولت ها، هم امریکا هم لهستان، اونایی که میان اونجا می نشینند و میخوان تصمیم بگیرن، بدانند که هستند عده زیادی از ایرانیان در خارج ایران متوجهن که اینا چیکار میکنن و مواظب اونها هستن. از این نظر اهمیت بسیار زیادی داره. البته من شنیدم که عده زیادی هم از ایرانیان ایران پرست میخوان به ورشو برن و اونجا با پرچم ایران در واقع تظاهرات بکنن. خب البته اون هم نتیجه بسیار بزرگی نخواهد داشت، ولی باز هم نشون میده که اپوزیسیون خارج از کشور، اپوزیسیون برون‌مرز بیداره و کارهایی هم انجام میده. به نظر من مهمترین کاری که ما در خارج از ایران انجام میدیم لابی برای ملت ایران، لابی برای آزادی ایران. این کارو باید انجام بدیم. همونطور که دکتر کیانزاد گفتن، ما در رابطه با پولهایی که بلوکه شده، در مورد مشکلاتی که وجود داره، درباره این اتفاقاتی که میفته، باید مرتب با کشورهای مختلف، با پارلمان اروپا، با امریکا، با سازمان ملل در ارتباط باشیم. اگر دوستانی هستن که اونجا میتونن تماس بگیرن با افرادی که اونجا برای ایران کار میکنن، صحبت بکنن و اونها رو روشن بکنن و با اونها در این مورد مذاکره بکنن، خیلی اهمیت داره. ما هم در اروپا این کارو میکنیم، نامه می نویسیم، تماس میگیریم، سعی میکنیم که تماسامون رو نزدیکتر بکنیم، سعی میکنیم که با دولت‌ها تماس رو نزدیک بکنیم. به این صورت نشون بدیم که ما اپوزیسیون خارج از ایران میخواهیم که این وضعیتی که اینا ایجاد کردن، حمایتی که از جمهوری اسلامی میکنن، خاطره باید بگیره. اروپا دیگه نباید حمایت بکنه. البته الان به ظاهر میگن نه، ولی در باطن هنوز هم حمایتای وجود داره. اینا باید قطع بشه. در این راه باید کار بکنیم، نامه بنویسیم، تماس بگیریم. بنابراین من معتقد هستم که دوستان با این ایجاد یک جبهه، که امیدوارم این جبهه بزرگتر بشه، موفق باشه و کار درست بتونه انجام بده و این نتیجهش این باشه که ما بتونیم به آزادی ایران برسیم بدون خشونت، بدون جنگ و جدال. البته من فکر نمی کنم که جنگی در خاورمیانه وجود بیاد، مگر اینکه جمهوری اسلامی قدم اول رو برداره، امریکا و کشورهایی که دور و بر ایران هستن به هیچ عنوان نمیخوان که جنگی وجود بیاد. میدونن که این جنگ باعث خواهد شد که همه خراب بشن، همه کشورها از بین برن، تمام مشکلاتی که وجود نداره وجود بیاد. بنابراین این است که من فکر میکنم روی جنگ زیاد نباید توجه داشت، بلکه اینکه ما لابی بکنیم که ایران باید آزاد بشه بدون خشونت. سپاسگزارم. من خیلی ممنونم از شما جناب آبار گرامی از توضیحاتی که دادید. من در ادامه چند نکته رو خدمت گرامیان عرض بکنم که تلاش بفرمایید که در راستای همکاری که انجام شده است آگاهی رسانی انجام بدیم. برای هر کدام از ما در سازمانهای خودمون خواستها، چشمنداز و روشهای ویژه‌ای رو داریم، اما اگر مهربانی بفرمایید و این لطف رو داشته باشید در این نشست بیشتر پیرامون این نام، اثرات اون و آنچه که پیامدهای دست کم این همکاری اپوزیسیون خواهد بود داشته باشیم. نکته ای رو خواستم یادآوری بکنم، تا جایی که من از اون آگاه هستم، جایی که نام ایران اومده در به خاطر این هست که چون نقل و قول بوده اون نام ایران اومده و برای همین آقای یزدیان گمان میکنم که گفتند که از نگاهشون حکومتی که در حکومت ملایان. و به هر روی من از دوست گرامی آقای یزدیان پوزش میخوام که نوبت ایشون هست. آقای دوشوکی تا جایی که من خبر دارم از پیش هم به من آگاهی داده بودند که در نمیتوانند زیاد در این نشست باشند. اگر آقای دوشوکی آماده هستند من نوبت رو به ایشون بدم و ایشون از طرف مرکز مطالعات بلوچستان در لندن همراه ما هستند و در نوشتن این نامه هم همکاری های بسیار فراوانی داشتند. جناب آقای دوشوکی تشریف دارید شما؟
بله من امیدوارم صدای من باشه. بله صدای شما رسا و گویا هست. بفرمایید. با عرض پوزش از دوست بسیار گرامی و ارجمند جناب آقای یزدیان که نوبت ایشون رو حق ایشون رو من همیشه میخورم. به هر حال من خیلی سریع چند نکته رو اشاره کنم چون دفعه اول که اومدم فقط اون نکته رو من یادآور شدم. در مورد این کل این اقدام دو دوست بسیار گرامی صحبت کردند، جناب آقای آبار و جناب آقای دکتر کیانزاد، و این رو بحث مطرح کردند که مثلا جنگ یا پول یا تغییر نظام. ما باید بپردازیم به نامه. اجازه بدید من بپردازم به نامه. از نظر من این نامه از هفت جهت اهمیت داره. اول اینکه این نامه بر الان ما نمیدونیم کدوم گروه های اپوزیسیون واقعا دارن با آمریکا یا با لهستان یا با بقیه تماس گرفتن، میخوان اونجا برن نرن، ما که نمیدونیم، ولی حداقل این گروه کاملا شفاف هست. بیانیه اولی، فراخوان اولی از طرف سه حزب کاملا شفاف اومده، به همه اومده که همه بتونن در اون شرکت کنن، و دعواهای ما حتی در این تلویزیون های مختلف هم داره پخش مستقیم میشه. در نتیجه شفافیت این گروه بقیده من علارغم این که ممکنه سربازان گمنام امام زمان هم بدونن که ما چی داریم میگیم، ولی نکته مثبتش اینه که ملت ایران میدونن که ما هیچ چیزی برای پنهان کردن نداریم. این نکته بسیار مثبت این حرکت هست. نکته دوم اینه که ما فقط یه سوال پرسیدیم که اصولا جایگاه ما در این کنفرانس کجاست. من یه مقاله‌ای رو، مضمون مقاله‌ای رو نوشتم که هنوز خب چیز نشده. من فقط تو مقاله نوشتم بقیده نگارنده این فراخوان بسیار مهم است، به خاطر اینکه این سوال مهم رو مطرح کرده که اصولا چرا ما فعالان اپوزیسیون تمامی انرژی خود را در خونسا نمودن یک دیگر به کار برده و حتی اراده، رواداری و بصیرت سیاسی برای همکاری‌های مقطعی و موردی در جهت منافع ملی از خود نشان نمی‌دهیم. و سوال مهمتر اینه که چرا ایرانیان در کنفرانسی که بخش عمده اون کنفرانس به ایران و ایرانی مربوط میشه نباید حضور داشته باشن؟ پس صدای ما کجاست؟ و اینکه نمایندگان 70 ملت از کشورهای مختلف میان، خود چرا نمایندی از ملت ایران در اونجا نباشه از طرف اپوزیسیون سکولار دموکرات و آزادی خواه؟ اصلا تمام سوال ما اینه، یا وگرنه اصلا بحث جنگ مطرح نیست که به اون میپردازم. در نتیجه ما میخواییم صدای ملت ایران در اونجا حضور داشته باشه. خب این صدا قاعدتا نمیتونه صدای آخوندا باشه، باید صدای نیروهای دموکراتیک، سکولار و آزادی خواه باشه. یک موضوع دیگری که در این نامه به اون اشاره شده اینه که تغییر نظام وظیفه ملت ایران هست. دوستان شما میدونم خیلی ها فکر میکنن اگه ما به نامه‌ای به آمریکا بنویسیم انگار نوشتیم که به ما یا پول بده یا بیا بجنگ. اتفاقا ما برعکس این کار رو اصلا نکردیم. تو این نامه، این نامه مشخص میکنه که تغییر نظام وظیفه و مسئولیت ملت ایران هست با کمک جامعه جهانی، کما اینکه جامعه جهانی به تمامی حرکت‌های آزادیخواه کمک کرده. مسئله دیگر هم اینه که این مبارزه و برای تغییر رژیم در داخل صورت خواهد گرفت از طریق مبارزه مسالمت‌آمیز و مدنی مردم. و نکته مهمی هم که در این بیانیه اومده اینه که ما جنگ رو اصولاً به نفع جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی فکر همیشه هم گفته جنگ نعمت الهی است. جمهوری اسلامی، خود آیت الله خمینی، بعد از اون خامنه ای گفتن که این جنگ ایران و عراق یه دیوانه روانیه، مثل صدام حسین که به کشور ما حمله کرد. واقعا جمهوری اسلامی رو واکسیناسیون کرد برای 30 سال بعد از اون. از این نظر ما جنگ رو به نفع جمهوری اسلامی و برخلاف منافع ملت ایران میدونیم. این در این بیانیه کاملا اومده. و مهمتر از این اینه که ما گفتیم که حداقل، حالا که ما که نماینده ملت نیستیم، ولی حداقل نماینده یا نمایندگان نمادین سیمبولیک، یعنی ایرانی اونجا باشه. اخه یه کنفرانسی از 70 کشور، حالا من نمیدونم 100 نفر 200 نفر 300 نفر اونجا هستن، من نمیدونم چند نفر خواهند بود، ولی حتی چند ایرانی اونجا نباشه برای ما شما ایرانیا و مخصوصا برای ایرانیان اپوزیسیون برون مرزی واقعا مایه عیب. و به همین دلیل من از این اقدام واقعا استقبال کردم و بقیده من حرف درستی. نکته دیگرم این که ما در این بیانیه در تا اونجایی که من میدونم در به زبان انگلیسی در دو نقطه، یعنی در دو جای بیانیه تاکید کردیم که ما خودمون رو تنها نماینده ملت نمیدونیم. گفتیم بخشی از نمایندگان از کسانی که اینو امضا کردن به علاوه دیگران
و در پایین بیانیه هم تاکید کردیم که از ما و از بقیه اپوزیسیون دعوت کنید. این هرگز این انحصار طلبی و تامگرایی رو ما نکردیم، گفتیم گروه های مختلفی هستن، امیدوارم اونها به ما بپیوندن. از این نظر من فکر کنم این نکاتی هستند که در این بیانیه اومده و دوست وقتی ما صحبت از جنگ میکنیم که ما مخالف خود تو بیانیه اومده، چون ممکنه بعد از بینندگان اینو فکر کنن که حتما بین اینا نظرات مختلفی هست، یه عده جنگ میخوان یه عده پول میخوان. نه خیر، ما کاملا مشخص شفاف گفتیم که در کنفرانسی که بخشی از اون مربوط به ملت ایران میشه، ملت ایران باید حضور داشته باشن و تغییر نظام از طریق روش‌های مدنی و مصالحه‌آمیز وظیفه ملت ایران هست در داخل و اصولا هر جنگی هم صورت بگیره، کما اینکه بعضی از مفسرین این ادعا رو دارن که جمهوری اسلامی داره خودشو آماده میکنه و رئیس ستاد ارتش هم امروز گفت که ما یک شیوه تهاجمی اتخاذ میکنیم تا شیوه دفاعی. البته تا با امروز که در اسرائیل حداقل دفاعی هم نبوده، حالا کار ندارم، ولی واقعیت اینه که من از هموطنان میخواهم که حتما این بیانیه ما رو بخونن و ببینن که اصولا خواسته‌ای که ما خواستیم مطرح کردیم همون خواسته ملت ایران هست، مخالفت با جنگ، مخالفت با حضور یا دخالت بیگانه، تعیین سرنوشت ملت ایران به دست ملت ایران و حضور مردم ایران در هر کنفرانس، هر نشست و هر گرد همایی که در مورد ایران میشه، این حق ماست که اونو طلب کنیم از وزیر خارجه آمریکا، از وزیر خارجه لهستان، از هر کسی. ما دیگه نمیتونیم سکوت کنیم به عنوان ملت ایران، مخصوصا ماهایی که این آزادی رو در خارج داریم. به همین کل این مطلبی که ما میخوایم اینجا بگیم اینه که صدای ما کجاست. Where is my voice in this conference. ممنون. و من فقط یک جمله آخر رو که در این مقاله خودم نوشتم اینه که در یک فعل مشترک همه ما ایرانیان در یک فعل مشترک و مقطعی همگرایانه فریاد بزنیم در این کنفرانس صدای ما کجاست. Where is my voice. یا وگرنه اگر ما متحدانه، یعنی به صورت یونایتد، من انگلیسیش هم نوشتم، و مبتکرانه برای مشارکت در تصمیم گیری در مورد سرنوشت خیش تصمیم نگیریم، دیگران برای ما تصمیم خواهند گرفت. به همین دلیل من از تک تک این یاران واقعا تشکر میکنم که این ابتکار رو به خرج دادن، علی رغم این اختلافات درونی که ما داریم، حداقل در کنار هم اومدیم که برای این اقدام مشترک برای منافع ملی کشورمون این کار رو بکنیم. از این نظر من این سخنان خودم رو پایان میدم با تشکر از تک تک این دوستان. امیدوارم بقیه به این بپیوندن، چون این اتحاد نیست، ائتلاف نیست، یک حرکت اکسیون مشترک هست برای منافع ملی در این برهه حساس که یک کنفرانس مهم داره تشکیل میشه. ممنون. خیلی ممنونم جناب دوشوکی. شما تقریبا 9 دقیقه سخن گفتید. جناب آقای منوچهر یزدیان از حزب سکولار دموکرات ایرانیان، تقاضا میکنم بفرمایید. سپاس از شما جناب آقایی. خیلی ممنون. من فکر میکنم که چون این برنامه از طریق تلویزیون های مختلفی و بخصوص برای بینندگان در ایران پخش میشه، بسیار خوب هست که دوستان ما از جنبه های مختلف مسئله این فراخوان واکنشی رو که ما میخواییم انجام بدیم رو بررسی میکنن. به خاطر صحبت تمرکز فقط روی یک جنبه و تکرار صحبت های همدیگه شاید خیلی جالب نباشه. با همین مقدمه من درود میفرستم به همه ایرانیانی که برای به دست گرفتن سرنوشت خودشون با این حکومت استبدادی اسلامی مبارزه میکنن به هر شکلی که میتونن. مسئله از جنبه های مختلفی مطرح میشه، یکی مسئله جنگ، یکی مسئله همیاری و همکاری اپوزیسیون یا مخالفین سکولار دموکرات هست، برنامه هایی رو که میذارن، تشکلاتی رو که ایجاد میکنن، که همه اینها در راه ایجاد استقرار یک حکومت سکولار دموکرات در ایران هست بر آنچه که حکومت اسلامی به صورت یک ویرانه در آورده، یعنی کشور عزیزمان ایران. چند ماه پیش در بصره اتفاقات مهمی افتاد. مردم بصره یا تظاهر کنندگانی که در بصره علیه فساد در
کشور عراق به تظاهرات میکردند که بخشی از این فساد مستقیماً به حکومت اسلامی ایران مربوطه، به سفارت حکومت اسلامی در بصره حمله شد. به دنبال اون عوامل حکومت اسلامی، سپاه قدس یا سپاه بدر یا حشد الشعبی، من دقیقاً نمیدونم، اینها به کنسولگری آمریکا و بعدم به اون منطقه سبز که سفارت آمریکا درش قرار داشت حمله کردند، خمپاره زدند. توجه مخالفین ایران به این جلب بود که خب اینا آمریکا چه واکنشی نشون میده. واکنش آمریکا تا اونجایی که ما اون روزها میخوندیم یک اعلامیه محکوم کردن بود و همین. فکر میکنم دو ماه بعد یکی از تلویزیون‌های آمریکایی یک گزارشی رو پخش کرد که در همون تاریخ کاخ سفید یا مشاور ارشد کاخ سفید از پنتاگون خواسته که هزینه جنگ احتمالی با حکومت اسلامی رو ارزیابی بکنه. این جریان یکی دو ماه بعد از واقعه بصره و جریان بغداد بود. یک یا دو روز بعد، دقیقا یادم نیست، این جریان یک کنفرانس ورشو مطرح شد. برای حزبی که من افتخار عضویت درش داشتم این مسائل با همدیگه بی ارتباط نبود. آپشن دیگه، گزینه دیگه ای که وجود داره که رئیس جمهور آمریکا هم همیشه گفته اینه که میخواد که حکومت اسلامی رفتارش رو تغییر بده و به صورت یک کشور عادی با واژه انگلیسی نرمال استفاده میکنه. ما مخالفین حکومت اسلامی، سکولار دموکرات ها، معتقدیم که باور داریم به این که حکومت اسلامی نمیتونه رفتارش رو تغییر بده. حتی اگر در جاهایی تسلیم بشه، آنچه که در ایران بوده نمیتونه عوض بکنه، نمیخواد عوض بکنه. حکومت اسلامی از روز تأسیسش جنگ، حمله مسلحانه، شورش، یورش نظامی، اینا واژه‌هایی هست که دوستان من همینجا توی این جلسه عنوان کردن، علیه مردم ایران اعلام کرده. جنگ خونین علیه مردم ایران، کشتار دانشجویان، سرکوب، شکنجه زنان، گروه‌های مختلف در ایران، مناطق مختلف ایران، جنگ مسلحانه‌ای که این حکومت علیه ملت ایران انجام داده، این جنگ وجود داره. تصرف سفارت آمریکا در تهران، کشتار نگهبانان صلح در لبنان که کشتار عظیمی بود که صدها آمریکایی، فرانسوی و افراد دیگه کشته شدن، همه اینها جنگ بوده. بنابراین وقتی راجع به یورش نظامی صحبت میکنیم، راجع به جنگ علیه و نمیدونم دخالت نظامی، باید جنگ یه دفعه از آسمون هفتم نمیفته. جنگ یک ادامه یک رابطه ای هست که در این مورد بخصوص ما بین دو کشور یا یک حکومت و ملت، مثل جنگی که حکومت مادورو علیه مردم ونزوئلا داره انجام میده. این یه جنگه و این یک دفعه از پری روز و اینا که این آقا گفته من رئیس جمهور ونزوئلا هستم درست نشده. این از زمان آقای چاوز این جنگ ادامه داشته و امروز به اینجا رسیده. بنابراین احتمال اینی که بین حکومت اسلامی ایران و متفقینش، متحدینش، حالا این متحدینش روسیه هست یا نمیدونم حشد شعبی هست یا کره شما، من دقیقا نمیدونم، اینا ارزیابی های نظامی هست که آقای فارسی درش تخصص دارد که راجبش صحبت میکنن، ولی جنگ بین حکومت اسلامی همراه با متفقینش، متحدینش، بر علیه بقیه کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا و متحدینش که در اون چهارچوبه اسرائیل قرار داره، در اون چهارچوبه عربستان سعودی قرار داره، اتحادیه اروپا
قرار داره در نهایت اگر اتفاق بیفته، این ادامه این رابطه ای هست که بین حکمرانان کشور ما و این بخش از جهان داره اتفاق میفته. رئیس جمهور آمریکا همیشه گفته که ما میخواییم حکومت اسلامی تغییر رفتار بده. این به درد ملت ایران نمیخوره. ما سپاسگزاریم که نگفته که ما میخواییم بریم ایران رو تصرف بکنیم، یا آقای چلبی رو از یه گوشه پیدا بکنیم، آقای کرزای رو از نیویورک پیدا بکنیم ببریم بذاریم تو افغانستان بگیم اینم رئیس جمهورتونه یا اینم پادشاهتونه. از این جنبش فکر میکنم که باید خوشحال باشیم، ولی از این که همیشه این احتمال وجود داره که ایالات متحده آمریکا به خاطر منافعی رو که داره در جایی به توافقاتی برسه با همین حکومت اسلامی، ما دست از مبارزه نمی کشیم. مبارزه ما تا پیروزی ملت ایران بر حکومت دیکتاتوری مذهبی حکومت اسلامی و استقرار حکومت سکولار دموکرات ادامه داره. در کنفرانس ورشو ما میخواییم صدامون رو بگیم، بیان بکنیم. این نامه رو که نوشتیم دوستان، دوست عزیز من آقای دوشوکی و در ادامه حتما جناب آقای دکتر فروتن در این زمینه مفصلا صحبت خواهند کرد. متن فارسی این نوشته هم حالا با یه واژه‌ای کم یا زیاد من دقیقا نمیدونم، این باید مورد بررسی قرار بگیره. چهارشنبه به اطلاع شما رسوندیم. ما نه طرفدار جنگ هستیم و نه طرفدار ساخت و پاخت قدرت‌های جهانی با حکومت اسلامی. ما راه خودمونو میریم. یه نکته ای رو که بگم، همین اقدام مشترکی رو که ما با هم کردیم دریچه ای رو باز میکنه. چطور، چه امکانی وجود داره که سکولار دموکرات ها بتونن با همدیگه همکاری بکنن، همیاری بکنن. سپاسگزارم آقای. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما. نکته بسیار ستودنی که در این میان هست، همکاری این سازمان‌هایی هستش که همه‌شون به دموکراسی مدرن، سکولاریسم و پایه‌های توسعه و یک جامعه مدرن باور دارن و این مایه مباهات ما خواهد بود. من در اینجا درخواست می‌کنم از جناب آقای خسرو بیت اللهی از حزب مشروطه ایران اگر تشریف دارن. چون من ایشون رو در اتاق میدیدم. بله جناب بیت اللهی، میکروفون شما بسته است. درود دارم خدمت دوستان ارجمندم در این نشست و همچنین درود دارم به ملت شریف ایران که مشاهدگر این برنامه هستن. که من هم خیلی خوشحالم برای اولین بار این تعداد از سازمان ها و گروه ها با توجه به گرایش های مختلفی که دارن در کنار یکدیگر قرار گرفتن بر سر منافع ملی ایران. من فکر کنم این حائز اهمیت هست و امیدوارم که در واقع این نشست ها گسترده تر بشه، افراد دیگر، سازمان های دیگر بپیوندن، همطور که در واقع این سه سازمان یا حزب مشروطه ایران، حزب سکولار دموکرات ایرانیان و جنبش ملیستان اعلام دادن چی رو ما در واقع بنیان نگذاشتیم مگر اینکه دوستان و سازمان های دیگر به جلسه آمدن و از اونجا شروع کردیم که همه در چگونگی این حرکت شریک باشیم و با یکدیگر قدم بردیم. پس هیچ چیزی از قبل ساخت و پرداخت نبود، فقط یک دعوت رسمی کلا از همه. امیدوارم که در دنباله این جریان بتواند ادامه پیدا کنه که کارهای مهمتری هست به نظر من، قوی شویم و بتوانیم در واقع اون چی که مردم ایران خواستارش هستن در واقع صدای اصلی مردم ایران در صحنه جهانی باشیم. به هر حال صحبتی که دوستان عزیز کردن، من شیرینی زبان فارسی رو بعضی اوقات در ضرب المثل هاش هم میدونم که یارو یه دان نمیدادن احوال خونه کرد خدا رو بپرسید. نه به داره نه به باره امروز بشیم در برای من اندوخته های جمهوری اسلامی یا ایران یا مردم ایران که متعلق مسلم مردم ایران است. امروز بحث رو این رو بمیم، به نظر من این بحث درست نیست و جاشم اینجا نیست.
که این صحبت بشه. ما در درجه اول نگاهمون به این در واقع برشو هست که چی از توی میخواد در بیاد، اونو تجزیه تحلیل بکنیم، اونو بررسی بکنیم و دنبال کنیم. مسئله بین فرعی رو در درجه اول بتونن در واقع یک نیرویی رو قبول داشته باشن که جامعه جهانی نیرویی رو قبول داشته باشن که میتونه نمایندگی مردم ایران رو در نهایت داشته باشه که بتونه با مورد دارسیدن قرار بگیره، گفتگو قرار بگیره. این جمله اصلیه. به هر حال امیدوارم که این شروع بسیار خوبی باشه، همطور که پیداست هست و همطور که گفتم سازمان های دیگری هم که وجود دارن با توجه به اختلاف سلیقه و اختلاف عقیده هیچ مسئله نیست، مطلب در یک مسائل میتونیم با مشترک باشیم و در واقع عمل مشترک انجام بدیم. مثل همین شخصی که امروز هست، مثل نامه که نوشته شده، مثل پشتیبانی که داره میشه و بسیار واقعا جای خوشحالی داره. به نظر من این یک برگ برنده است در تاریخ اپوزیسیون ایران تا امروز و امیدوارم که همچنان ادامه پیدا بکنه. بنده در خدمت هستم و هستم. از من تمام. خیلی ممنونم جناب آقای بیت اللهی از حزب مشروطه ایران. از رنسانس ایرانی گمان میکنم جناب آقای بیگلر باید همراه ما باشند. آقای بیگلر اگر دوربینتون رو هم بکشایید که سپاسگزارتون خواهیم. اگر وقت منو به دوستان متفرق صحبت میکنم که دوستان حرف به اصطلاح لپ مطلب خود خواهش میکنم بر روی کرده سازمان ها و اینکه هر کدام از این سازمان هایی که در آغاز برنامه و در میان برنامه نامشون خوانده شد با چه چشمنداز و با چه روی کردی به سراغ نوشتن این نامه رفتند یا بر روی برنامه آتی اونها برای واکنش به نشست ورشو چه خواهد بود، چه میپندارند و به کجا میخواهند برند، آیا این همکاری ها میتواند ادامه پیدا یا هر آن چیزی که میاندیشید که میتواند راستای سازمان شما باشد در ادامه همکاری ها. من در ادامه از سازمان شیر و خورشید ایران در توکیو تقاضا میکنم که البته اونجا گمانم حالا بامداد هست، 4 بامداد باید باشد. جناب آقای عارف سرایی تشریف دارید شما؟ بله قربان. بله بفرمایید. سپاس فراوان جناب آقای عزیز گرامی، زحمت کشید، خیلی زحمت میکشید. دوستان در اتاق، مردم شریف ایران، عارف سرایی سازمان شیر و خورشید، از اونجایی که ما به عنوان یک مبارز سیاسی، به عنوان یک برانداز در خارج از کشور سالهای سال در تلاشیم، از اونجایی که مدعی ایران خواهی هستیم، ما نمیتونیم بیتفاوت باشیم به هر تصمیمی که در خارج از کشور برای مردم ایران و کشور ایران میشه. از اونجایی که چنین حرکتی در چنین جلسه تشکیل داره میشه در ورشو و این جلسه در رابطه با ایران است و تصمیم گیری برای آینده ایران و مردم ایران و ما مبارزان در خارج از کشور، خودمون رو به اصطلاح مجبور میدونیم که نسبت به این کار عکس العمل نشون بدیم و سعی کنیم که صدای مردم ایران در اونجا باشیم و مطمئن باشیم که حق ایران و مردم ایران کشته نشه و مطمئن باشیم که خطری مردم ایران رو تهدید نکنه و در جهت آرزوی مردم ایران حرکتی پیش بره. من نمیدونم که این حرکت که ما انجام میدیم و نوشتن و فرستادن نامه به نتیجه خواهد رسید یا نه، ولی حداقل نتیجه بزرگی که ما از این حرکت به دست آوردیم تجمع حرکتی بسیار، شاید بگم که تاریخی، در این 40 سال برای اولین بار سازمان‌های ایران‌خواه که یک پارچگی ایران و آزادی ایران رو میخوان، سازمان‌های سکولار و دموکرات کنار هم جمع شدن و چنین تصمیمی رو گرفتن که با هم همکاری کنن
و صدای مردم ایران باشن در یک همین جلسه‌ای که از کشورهای مختلف برای اون برای کشورش میخوان تصمیم بگیرن. لذا ما خودمون سعی میکنیم که سعی کردیم که در این جلسه شرکت کنیم و با هم دیگه به یک توافق نظر برسیم. در اینجا باید خیلی خیلی تشکر کنم از جناب نوری‌علا که بسیار بسیار زحمت کشیدن در تلاش کردن برای چنین حرکتی که سازمان‌ها با هم جمع بشن و همه سازمان‌هایی که اومدن در با هم جمع شدن برای تصمیم گیری برای یک همچین حرکتی. جناب دوشکی خیلی زحمت کشیدن، جناب فروتن و جناب یزدان و بسیار و همه دوستان عزیزانی که از سازمان مختلف جمع شدن هم فکری کردن با هم دیگه تا به یه نتیجه رسیدیم و چنین نامه نوشته شد. این یک حرکت برای حرکت شروعی برای حرکت‌های بزرگ آینده خواهد بود. من در این موضوع شکی ندارم و بسیار بسیار سپاسگزار و خوشحالم که سروران بزرگواران در این حرکت ایران خواهی در این حرکت بزرگ میهن پرستان با هم دیگه شرکت کردم و امیدوارم در آینده از این جلسات و از این حرکت های هم شکل و با هم بیشتر باشه. با سپاس فراوان از همه بینندگان و حاضرین در جلسه. سپاس از شما جناب بیگلر گرامی، بسیار گویا و کوتاه. جناب آقای بیگلر. بله سپاس گذارم. خواهش می‌کنم. خب من الان متوجه شدم وظیفم چیه. دوستان، امیر بیگلر هستم. من عضو، یعنی پیش از این که از طرف حزبم اینجا صحبت بکنم، من از طرفی عضو مهستان هستم، ولی امروز هیچ ربطی این عضویت من در این جلسه نداره. من به عنوان نماینده به اصطلاح جنبش رنسانس اینجا نشستم، چون در تصمیم گیری و نوشتن این نامه من هم بخش کوچکی رو سهیم بودم. حالا پرسش بود که یا پرسش هستش که دوستانی که سازمان یا جنبش ما رو میشناسن، از اونجایی که یک جنبش فرهنگی هست، چرا میتونه آدم بپرسه بگه ربطش به مسائل سیاسی چیه؟ ما بر این باور هستیم که اتفاقات یا اشتباهاتی که در روند سیاسی ایران میفته برخواسته از فرهنگی که بر ایران حکم فرماست و این فرهنگ هیچ ربطی با فرهنگ اصلی خود ایران نداره. به همین جهت وظیفه خودمون میدونیم گذشته از کارهای فرهنگی که میکنیم نقشی هم در مسائل سیاسی داشته باشیم. من به اصطلاح پیام مثبتی که از نشستایی که در چند روز گذشته داشتیم و این نامه از اون نشستا مشتق شد میتونم به دوستان بدم که قبل از اینکه این به اصطلاح روز پنجشنبه بود فکر میکنم من با یکی از دوستان جوانم داشتیم صحبت میکردیم و جفت ما هیچ کدوم به اصطلاح بینش مثبتی نداشتیم که از این نشست بتونه یک نامه‌ای یا یک به اصطلاح مشترکاً چیزی بیرون بیاد. ولی خوشبختانه با گذشت از هر گونه هژمونی طلبی، هر گونه، یعنی سوا از ایدئولوژی احزابی، باورهای حزبی یا و خونسردی تمام که تمام سروران در این جلسه از خودشون نشون دادن و گذشته از این از یک خودگذشتگی سیاسی، چون مسائلی پیش اومد که ممکن بود یه حزب یا حزب دیگری یا جنبش دیگری باهاش مخالفت بکنه، ولی ما تونستیم تو این نشستا به یک نتیجه مطلوبی برسیم. یکی از دوستان پرسیده بود، من توی پرسشا دیدم که آیا به احزاب به اصطلاح اتنیکی گفته بودن یا نه. من توی سازماندهیش نمیدونم، تا اونجایی که اطلاع دارم گفته بودن، ولی مهم نیستش که امضای احزابای دیگه توی این نامه هست یا نیست. مهم اینه که تعدادی از احزاب تونستن مشترکاً یک نامه‌ای بنویسن که حالا جواب داره یا نداره اون آینده نشون میده، که خودمون رو نشون بدیم که ما تنها نیستیم، ما میتونیم با هم دیگه دست به دست هم به یک سوی حرکت بکنیم و پیروز بشیم. سپاسگزارم. خیلی ممنونم جناب آقای بیگلر.
از جنبش رنسانس ایرانی، امیدوارم که من نام سازمان ها رو هم درست بخونم، از سامانه پادشاهی پارلمانی ایران جناب آقای محسن زندیه رو من میبینم اینجا. اگر نماینده این گروه جناب علی هستید بفرمایید، ما گویای شنوای سخنان شما خواهیم بود. در درجه اول از جناب آقایی خیلی خواستم تشکر بکنم به عنوان سخنگوی سامانه پادشاهی پارلمانی و از سعی و کوششی که در نوشتن این نامه انجام شد. ما در تمام نوشتار، در تمام گفتاری که بیان شده موافق هستیم، ولو اینکه بعضی از دوستان ما خواستن ورد سمیت بشن و کارهای دیگه انجام بدن، ولی به طور کلی این نامه نامه بسیار خوبی هست. ولی فراموش نکنیم که این تنها یک نامه است و تنها یک وسیله ارتباط با دنیای خارج است و اینکه صدای مردم ایران به وسیله فرد ایران در کنفرانس ورشو مطرح بشه. هدف ما در سامانه پارلمانی پادشاهی تمامیت مملکت هست، تمام مردم ایران هست و تاریخ ایران نشون میده که از 3750 سال به این طرف بخش‌های مختلف این مملکت در جهات مختلف توانستن با هم دیگر همکاری بکنند و موفق بشن و حتی دشمنان ایران نیز موجبات رهایی ایران بودند، همچنان که هولاکو خان موجب از بین بردن نفوذ اعراب در ایران شدند و همچنان که گروه‌های مختلف در زمان‌های مختلف به ایران کمک کردند. حتی در صدر مشروطه وقتی که ما نگاه میکنیم فقط ستارخان و باقرخان نیستند، آقای آیت الله شیخ الاسلام سقط الاسلامی هم جز افرادی هستند که اعدام میشن. یعنی وقتی که سخن ملی است، وقتی حرف مردم هست، همه مردم از قشرهای مختلف برای ایران به پا خواهند خواست. برای همین هم هست که سامان پادشاهی در ایران چیزی نزدیک به 52% رأی و همین امروز داره. هدف ما سرنگون کردن حکومت اسلامی است و به هر نحوی که ما با هم متحد باشیم و موجب از همپاشیدگی این حکومت باشیم کار صحیح را انجام بدیم. ما به نحوه‌های مختلف به تظاهر کننده های در ایران کمک های مختلف میکنیم و بسیار فعالیت های گسترده داریم. و همین جهت فقط و فقط این نامه نیست، فعالیت های برون در درون کشور، فعالیت های خارج از کشور، تظاهرات در جلوی سازمان ملل و جاهای دیگه همه وظیفه فرد ماست. و همین جهت ما به عنوان نماینده یک کشور نیستیم، ما هر کدوم به عنوان یک ایرانی و در تجمع به عنوان یک گروه ایرانی فعالیت میکنیم. و همین جهت من از کسانی که برگزار کننده این نشست هستن، مخصوصا از جناب آقای منوچهر یزدیان که بسیار دموکراتیک و بر اساس قوانین پارلمانی این سازمان رو جلسات اداره میکنن، خیلی متشکر هستم. و همه صحبت ما این هستش که ما همه با هم یکی هستیم، ما همه ایرانی هستیم و همین جهت همه با هم باید دست بدیم و موجبات سرنگونی این حکومت رو فراهم بشیم. این صحبت من هست، خیلی متشکرم. خیلی ممنونم، سپاس از شما جناب آقای محسن زندیه. از کنگره دیجیتال ایران جناب آقای شاه ولایتی. بله، با درود به درود این جلسه و با درود و سلام به همیهنان عزیزم در سراسر جهان، به خصوص در ایران عزیزمون. ایرج شاه ولایتی هستم و از کنگره معتمدین مخالفان جمهوری اسلامی در برون مرز یا ایران دیجیتال کانگرس خدمت شما هستم. گفتش که این تحفه را به نقد جوانی خریدم. این تحفه‌ای که امروز ما داریم، این نشستی رو که ما اینجا نشستیم و داریم با هم صحبت میکنیم، نتیجه 40 سال از جوانی ایران و ملت ایران. بخش عمده‌ای از عزیزانی که اینجا نشستیم و اونهایی که در
اون طرف ما رو تماشا میکنند شاهد بودند که ما 40 سال تلاش کردیم و این تلاش چه در برون و چه در درون ایران بود. هدف اصلی همه ما که اینجا نشستیم و همه ایرانیان جلوگیری از انقراض ایران با منقرض کردن حکومت جمهوری اسلامی است. ما مخرج مشترکمون ایرانه. این نامه‌ای که نوشته شده که خب از کنگره معتمدین آقایانی که و خانم‌هایی که شرکت داشتن و در نوشتن این نامه تلاش کردن، همه کسانی که زحمت کشیدن در طی این مدت 40-50 ساعت وقت صرف شده، این نامه ما همه معتقد هستیم که می‌بایست این نامه نوشته بشه. اما قبل از این ما کارهای دیگری می‌بایست می‌کردیم که نشان می‌دادیم که ما حضور داریم. ما یک مجموعه بالقوه‌ای هستیم که متاسفانه از ما ایراد می‌گیرن که چرا در تمام این جلسات نشستیم و گفتیم و برخواستیم. حتما نتیجه داشته، اما می‌بایست کار بیشتری می‌کردیم. امروز نوشتن این نامه قدم بسیار مهمی است، اما میخوایم ببینیم قدم‌های بعدیمون رو چیکار می‌خوایم بکنیم. ما باید این نیرو و انرژی بالقوه رو حتما به فعل در بیاریم. ما باید حتما یک مجموعه باشیم که روی ما حساب بکنن. اینا خودشون هم از ما سوال میکنن در تمام این مدت شما کی هستید که ما قرار باشه با شما صحبت بکنیم. در ونزوئلا کسانی بودند که باهاشون صحبت بکنن که به محض اینکه شرایط ایجاد شد و مردم اومدن تو خیابونا، اومدن و نشستن با اونها صحبت کردن. من از تمام شخصیت‌هایی که در اینجا نشستیم تقاضا میکنم ما باید از این فرصت استفاده بکنیم، چون ما گرانبهاترین چیزی رو که در اختیار داریم زمانه و متاسفانه زمان رو در بعضی موارد ما از دست دادیم. امروز دیگه نباید این اشتباه رو بکنیم، و این اشتباه رو اگر ما بکنیم نتیجهش اشتباهی است که دودش به چشم ملت ایران خواهد رفت. مردم ایران که آفرین و صد آفرین بهشون باشه، اونها بودن که اومدن توی خیابونها، اونها بودن که از ما خواستند که چه میکنید شما پس؟ برای اینکه کسانی که در درون ایران در زیر سیطره این حکومت فاسد هستند که نمیتونن کاری بکنن، اگر کاری بکنن، حرکتی بکنن، این بلاها رو سرشون میارن که تا حالا آوردن در یک حکومت استبدادی که نمیشه صحبت کرد. تنها کاری که میشه کرد از برون مرزه. ما که به راحتی میتونیم صحبت بکنیم، ما که کسی نمیاد شب در خونمون بیاد زندگیمونو به هم بزنه و ما رو بازداشت بکنه و ببره و اون بلایی که سر مردم ایران دارن میارن و سر مبارزان، ما چرا نشستیم؟ ما چرا اون چرا که باید از قوه به بالفعل در نمیاریم؟ بنابراین انتظار مردم ایران از ماست. ما این 40 سال عمری رو که بر ملت ایران گذشت در زیر سیطره این حکومت فاسد، این یک بخشی است از زندگی ملت ایران که هدر رفت. غیر از سرمایه های ایران که هر روز داره به هدر میره، ما باید نشون بدیم، به دنیا نشون بدیم که ما و ملت ایران هستند که باید در سرنوشت ایران سهیم باشند. ملت ایران هستند که باید فردای ایران رو بسازند، و ملت ایران هستند که هر تصمیمی رو که میگیرن باید خودشون برای فرداشون بگیرن. اما طبیعی است که کمک‌های خارجی لازمه، برای اینکه خارج، مردم جهان خارج با فریادهایی که از زندان‌ها بلند شد، با فریادهای مادران ایرانی، با فریادهای ملت ایران در سراسر جهان که بخشیش رو همین اپوزیسیون در بیرون از ایران این صدا رو منعکس کرد، متوجه شدن که یک حکومتی بر ایران حکومت میکنه که نه فقط خطرش برای مردم ایرانه، بلکه خطرش برای مردم جهانه. و حالا امروز این خواست مردم جهان، خواست ملت‌ها و ممالک دموکراتیک جهان با ملت ما همراه شده. ما باید از این فرصت استفاده بکنیم، وگرنه در بعضی موارد شاید چشمشون رو ببندن. اما امروز دیگه با توجه به این منافع مشترکی ما داریم، دیگه چشمشون نمیتونن ببندن یا نباید ببندن. ما از این فرصت ها، من جمله فرصت این نشست لهستان و برنامه های دیگر پس از اون، ما باید سهیم باشیم. ما نباید از اونا بخوایم که چرا ما را دعوت نمی کنن. ما باید از خودمون بپرسیم که چرا دعوتمون نکردن.
برای اینکه ما اون قدم‌هایی که باید برداریم بر نداشتیم. امروز همین مجموعه‌ای که چه در اینجا نشستیم و چه در اون طرف تلویزیون‌ها ما رو می‌بینن یا رادیوها صدای ما رو می‌شنونن، ما باید همه با هم دستمون رو دست هم دیگه بدیم و نیرو بشیم. ما تا نیرو نشده باشیم، فاز اول این حرکت نیرو شدن ماست. نیرو شدن ما بر مبنای چند محور که همه دوستان تاراک صحبت کردن گفتن، ما محورامون مشخصه، مخرج مشترکامون مشخصه. ما بارها و بارها در نشستهای مختلف در برنامه‌های تلویزیون رادیویی اینها رو گفتیم. ملت ایران هم آمدن تو خیابون‌ها و گفتن ما پشیمان شدیم که انقلاب کردیم. اگر این ملت پشیمان شده که انقلاب کرده، تکلیفش رو روشن کرده با دنیا. اگر این ملت میاد و مخالفتش رو با حکومت جمهوری اسلامی عنوان میکنه و میگه ما جمهوری اسلامی نمیخواهیم، ما امروز هدف کلی همه ما براندازی این حکومت فاسد، اما با قدم‌های درستش و با کمترین هزینه‌ای که ملت ایران باید بپردازه. بنابراین سپاسگزار شما هستم و امیدوار هستم که ما از این نشست امروز نه فقط برای نوشتن یک نامه، بلکه برای مراحل بعدیش که انسجام این نیروی بسیار بسیار مهم ایرانی است که در خارج از کشور هست و باید این نیروی خارج از کشور از بالقوه به بالفعل در بیاد و نشون بدیم، واقعا به طور واقعی نشون بدیم که ما هستیم و دل در گروه ایران داریم و هر قدمی رو که باید برداریم برمی‌داریم برای اینکه وطنمون رو پس بگیریم. سپاسگزارم. ممنونم از شما جناب آقای شاه ولایتی گرامی. از گروه ما هستیم یا از جنبش ملی ما هستیم، اون گونه که درست اگر بگم، جناب آقای جاودان تشریف دارید. جناب جاودان درود. بله بله. درودی دارم بر هموطنان عزیزم در سر تا سر دنیا و همه کسانی که به هر طریقی صدای ما رو میشنوند و همچنین عزیزان و سرورانی که مجدداً زحمت کشیدن و در این جمع شرکت کردن. قبل از شروع عرایضم من سه نکته توضیح بسیار کوتاه دارم. خوشحالم که خودتون یکشو تصحیح کردید و اون اینکه هم شما و هم جناب یزدیان ابتدا جنبش ملی ما هستیم رو گروه ما هستیم معرفی کردید، که خواهش میکنم از این به بعد همیشه جنبش ملی ما هستیم اطلاق بشه به این سازمان. اسم انگلیسیش هم همینه که در خدمتتون هست، در زیر نامه هم آمده. نکته دوم این که شنوندگانی که متن فارسی این نامه رو شنیدن توضیحی دارن، و اون این که هر کجا ما خیلی سر این مسائل صحبت کردیم، هر کجا مورد نظر ما ایران بوده و یا ملت ایران بوده، به همین صورت ملت ایران، مردم ایران و ایران نام بردیم، و اگر جایی منظور حکومت اسلامی بوده، در انگلیسی ما IRI استفاده کردیم که منظور همون حکومت اسلامی هست. بنابراین ترجمه، یعنی متن اصلی انگلیسی این مسئله رو کاملا رعایت کرده و مشکلی در اون نیست، و آقای یزدیان هم به خوبی این مسئله رو توضیح دادن. و مسئله سوم هم اون پرانتز، به نظر من در ترجمه فارسی پرانتز در خط پایین تر آمده و یه مقدار دچار شنوندگان این نامه رو امکان داره که وقتی شنیدن در مورد پیامی که از طرف آقای پومپئو داده شده، پیام طولانی تر معلوم شد، ولی اینطور نیست و پیام پومپئو بسیار کوتاست و بعد از اون شرکت کنندگان در این، یعنی این امضا کنندگان این نامه گفتن که بعد طبق این گفته شما و این کدی که شما گفتید در این جلسه، بنابراین حق ما کجاست، باید در این جلسه شرکت کنیم. و این صحبت قسمت دوم صحبت آقای پومپئو نیست. اما برسم به عرایض خودم. بسیار بسیار خوشبختم که از جنبش ملی ما هستیم در این جمع شرکت کردم و امروز هم در خدمت همه عزیزان هستم. عرض کنم خدمت شما، جنبش ملی ما هستیم از ابتدای تأسیس خودش از 10 سال قبل مبنا رو بر این کار گذاشته بود که دست یاری، دست همکاری، دست مودت و دست همسویی به سوی تمام گروه ها و سازمان های
سیاسی و فرهنگی که دغدغه فکریشون ایران بود و بر سر اصولی دموکراتیک موافقت داشتن، جنبش ملی ما هستیم دست خودش رو به سوی اونها دراز کرده بود و مشخصا این در اساسنامه خودش هست و بسیاری به سازمان ها و گروه ها هم به این دعوت لبیک گفتن و در موارد مختلفی با ما همکاری یا همسویی یا همگامی داشتن و این رو در تلویزیون کانال یک که محل پخش برنامه های جنبش ملی ما هستیم هست و همچنین صدای جنبش ملی ما هستیم هست و همچنین نماینده جنبش ملی ما هستیم و سخنگوی جنبش ملی ما هستیم در خارج کشور جناب همایون بارها بر این مسئله در تمام برنامه‌های خودشون تایید گذاشتن بر این اصل و همیشه از با دعوت از گروه‌ها و سازمان‌های دیگه همگان دراز کردن. اما این دعوت و همکاری امروز داره یواش یواش نتیجه میده و من بسیار خوشحالم که بعد از بحث‌های طولانی و ما به نتایج بسیار مثبتی رسیدیم و اولین قدم رو برداشتیم و این نامه رو تنظیم کردیم و برای مسئولین و همچنین کسانی که دستن در کار تصمیم گیری برای ایران هستن میفرستیم. و سه نکته مهم و اساسی در اون سه پاراگرافی که در این نامه هست گنجونده شده. اول از همه اینه که تمام این گروه هایی که در این نامه رو امضا کردن خواهان سرنگونی و رفتن جمهوری اسلامی ایران در تمام ابعادش هستن و ما هیچ گونه مماشات یا بودن جمهوری اسلامی تغییر چهره و یا چیزهای دیگر رو قبول نداریم و همراهش نیستیم. نکته دوم این بود که ما با هر گونه حمله نظامی و دخالت نظامی از هر طرف و به هر نوعی و به هر شکلی مخالف هستیم. و نکته سوم هم این بود که از این شرکت کنندگان در این کنفرانس خواسته بودیم که نظر خودشون رو نسبت به مردم ایران معطوف کنند و مردم ایران رو در حرکت‌های خودشون و جنبش‌هایی که در گذشته بوده و متاسفانه مورد تایید اونها قرار نگرفته قرار بدن و از امروز حرکت‌های مردمی رو در داخل ایران حمایت کنن و این بهترین راه براندازی جمهوری اسلامی ایران و به وجود آوردن یک حکومت سکولار و دموکرات است. با یک جمله من میتونم از نام سازمانی خودم استفاده کنم و اون این که این نامه در حقیقت برای اولین بار داره میگه که ما هستیم، اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران هست. این نامه یک اذعانی هست بر این مسئله. سپاسگزارم از وقتی که به بنده دادید. سپاسگزارم از شما جناب آقای جاودان. آقای دوشوکی نوبتشون رو سخن گفتن. جناب آقای نوری‌علا از مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران. من هم سلام میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان این برنامه. حرف زیادی ندارم، دوستان عزیزم مطالب اصلی رو فرمودن. من هم اعتقادم بر این هست که یک فرصت تاریخی برای اپوزیسیون سکولار دموکرات ایران فراهم شده که با یک تیر چند نشان رو بزنه. اعلام وجود یک اپوزیسیون سکولار دموکرات در یک محفل جهانی خودش یک دستاورد بزرگه. ما میدونیم که وقتی که حکومت در ایران استبدادی و مذهبی هست، آلترناتیوش خود به خود به لحاظ استبدادی باید دموکراتیک باشه و به لحاظ مذهبی باید سکولار باشه. بنابراین هر آلترناتیو دیگری در واقع بنابرای تعریف سیاسی نمیتواند آلترناتیو سکولار دموکرات حکومت باشه. یک حکومت مذهبی دیگر، یک حکومت استبدادی دیگر
در واقع جهانشین می شود ولی آلترناتیو محسوب نمی شود. اما سکولار دموکرات ها در واقع یک جبهه واقعی آلترناتیو رو تشکیل می دن و تجربه 40 ساله اخیر هم نشان می ده که اکثریت مردم ناراضی ایران هم نه یک حکومت مذهبی دیگر می خواهند و نه یک حکومت استبدادی دیگر. بنابراین می شود گفتش که به طور طبیعی بدون یارگیری کردن، بدون تلاش، مجموعه سکولار دموکرات های ایران دارای پایگاه وسیع اجتماعی در داخل کشور هستند. ایده میگن شما چند نفرید، نمیدونم حزب شما چند تا عضو داره. بنده همیشه گفتم که اصلا بحث عضویت در کار نیست، بحث پایگاه اجتماعی و سکولار دموکرات ها بیش از 50 میلیون ایرانی رو در حمایت خودشون دارن. از سوی دیگه به هر حال این واقعه که اتفاق افتاده و این 13 سازمان رو کنار هم آورده اون آماج دیگری است که ازش صحبت میتونیم بکنیم. یعنی ما برای اولین بار دور هم دیگه جمع شدیم بر بنیاد یک اصول مشترکی، عرض کنم که عمل داریم میکنیم و من امیدوارم که قضیه درسته که این یک اکسیون منفرد هست که داره انجام میشه برای اینکه صدای ملت ایران در کنفرانس ورشو منعکس بشه، اما میتواند زیربنای فعالیت‌های مشترک آینده باشد، به طوری که سکولار دموکرات‌های ایران دارای یک جبهه سیاسی بشوند که در اون جبهه سازمان‌ها و احزاب مختلف سکولار دموکرات گرد هم آمدند، مصالح کلی و عام ملت ایران رو در نظر گرفتند و اختلافات خودشون رو به پس از فروپاشی حکومت اسلامی موکول کردند و امروز میتوانند در یک جبهه واحد علیه حکومت اسلامی مبارزه کنند. به هر حال من بسیار از اینکه همه شرکت کنندگان در این جلسات برای اقدام مشترک با رواداری کامل، با حسن نیت کامل نشستند، با هم سخن گفتند و به سرعت ما هفته پیش در جلسه یک شنبه ای که وجود داشت فقط 3 سازمان دعوت کننده شرکت داشتند و توضیحاتی رو دارم. اما اکنون میبینیم در عرض یک هفته این 3 سازمان تبدیل به 13 سازمان شدند و من یقین دارم که هر چقدر که جلوتر هم برویم دیگران و سازمان های دیگر هم به ما خواهند پیوست. متنی هم که آقای دوشوکی به زبان انگلیسی تهیه کردند جای تشکر داره، شمول کافی داره، نکات درست رو بیان میکنه و فارسیش هم اگر عیوبی داشت به سرعت عوضش خواهیم کرد. همچنین به وظیفه خودم میدونم که از نهاد مردمی و جناب ایمان فروتن هم تشکر کنم که در واقع بیشترین دهش رو در آماده سازی این نامه و اینکه این رو به دست مخاطبینش برسونند نشون دادن از خودشون و به هر حال روز بسیار مبارک و خوبیه برای همه سکولار دموکرات‌های ایران که نمایندگانشون تونستن زیر یک سقف عرض کنم که حضور پیدا کنند و من این رو هم به این اپوزیسیون و هم به ملت ایران تبریک عرض می‌کنم. مرسی. خیلی ممنونم، سپاس از شما. این مایه سربلندی همه ما هست که در این جریان همراه بودیم. چند نکته رو من مایلم یادآوری کنم، از جمله این که همونجوری که آقای نوری الان در پایان سخنانشون گفتن این برگردان فارسی برای این برنامه تهیه شده و دوستان اگر ایرادی به برگزیدن واژه‌ها و یا جمله چینی دارن این متن رسمی نیست، برای آگاهی از درون مایه این نامه آماده شده. همان گونه که گفتم بنیاد نامه انگلیسی هست، یک در واقع اشکالاتی هم بودش که به خاطر اینکه بخشی از نامه به زبان بریتیش تهیه شد، بخشی به زبان آمریکن و بر روی این ویرایش شدن و بر دوباره بازگردانی به زبان فارسی
ممکن است که کمی ناهمسانی پدید آورده باشد، اما آنچه برجسته و بایدی است که باید همه مردم بدانند که ما چه می کنیم، اون درون مایه و مفاهیمی هست که ما منتقل کردیم با این نامه. من در ادامه درخواست میکنم از جناب آقای ایمان فروتن از نهاد مردمی سخنان خودشون و دیدگاهشون. درود جناب فروتن. درود بر شما جناب آقای گرامی و درود تک تک شرکت کنندگان در این جلسه و همچنین تمام هممیهنان گرامی ما در سراسر جهان و به خصوص هممیهنان درون مرز. دوستان دیگری که صحبت کردن در رابطه با محتوا و برجستگی های نامه صحبت کردن، اجازه بدید من در اون بخش را صحبت نکنم جز این که بگم که متن انگلیسی در سه جلسه ای که دقیقا دو جلسه 6 ساعت 12 ساعت، جلسه اولش هم 5-6 ساعت 18 ساعت، این برنامه انگلیسی تهیه شد و بسیار خوشحالم با وجودی که متن ترجمه فارسی اون به دست شرکت کنندگان و این نمایندگان سازمان ها نرسیده بود. من بسیار خوشحالم که فکر میکنم جناب دکتر نوریالا و دوستان دیگر اینو ترجمه کردن که عزیزان درون مرز حداقل از محتوا و موارد اصلی این نامه آگاهی داشته باشن. مسلما در چند ساعت آینده یا در اکثر 24 ساعته آینده متن انگلیسی اون در رسانه ها پخش خواهد شد، احتمالاً به صورت پرس ریلیس و جورهای دیگر و مستقیم به این وزارت خارجه های آمریکا و لهستان هم میره. ولی همطوری که احیاناً دوستان میدونن که ما در نهاد مردمی همیشه در رابطه با سیستم و پروسه صحبت کردیم و شخص من از 18 سال پیش تا امروز حرف من این بوده، اپوزیسیون خارج از کشور بسیار ایثار کرده، بسیار ایثار میکنه، بسیار زحمت میکشه، ولی نبودن یک پروسه و سیستم صحیح که همه دور اون جمع بشن و بتونن به صورت دموکراتی تصمیمات رو بگیرن، اون باعث اصلی این ناکامی ها تا امروز بوده. بنابراین میخواستم در از وقت خودم استفاده کنم به چند تا نکاتی که از نظر من مهم هستن، به خاطر که دلیل موفقیت این نوشتن این نامه و امروز دور هم جمع شدن به اونها اشاره بکنم. در وهله اول این بود که این سازمان هایی که این نماینده دارن امروز اینجا و در اون جلسات بودن، خودمحوری ها رو گذاشتن کنار، یعنی گفتن اول ایران و بعد من و یا سازمان ما. دو سه تا مثال خدمتتون میزنم. نهاد مردمی، ما ناممون رو برای وزارت امور خارجه آمریکا و لهستان قبل از گرفتن فراخوانی که از سه سازمان دعوت کننده اومد آماده داشتیم، می‌خواستیم بفرستیم، ولی به محض اینکه هفته گذشته دکتر رینا قیرانی به من تلفن زدن گفتن فروتن یه همچی کاری میخواییم بکنیم نهاد هست، گفتم با کمال میل از نهاد مردمی خواهش کردیم، با دوستان موافق شدیم، توافق کردیم نامه خودمون نفرستیم، صبر کنیم با هم بفرستیم. دیگر این که بسیاری وقتا وقتی که دعوت از یک سازمان مشخص میشه بسیاری دیگه نمیرن به هر دلیلی، اکثرا مسائل شخصی هست یا سابقه‌ای که با هم داشتن. این بار اینطور نشد، اینطور نه تنها نهاد بلکه تمام سازمان دیگر نگفتن که چون این دو سه سازمان دعوت کردن پس ما نمیم. برابر این همه دور هم نشستیم و همونجوری که دکتر نوریالای گرامی توضیح دادن سه سازمان تبدیل شد به فعلا 13 سازمان و بسیاری از این سازمان هایی که سالها دهه ها زحمت کشیدن و همکاری مستقیم نداشتن و حتی با هم صحبت نمی کردن زیر این نامه رو امضا کرد. این نشون میده که ما میتونیم و باید سازمان هایی که در روی آزادی ایران همسو فکر میکنیم و همسو هستیم دوره همسری جمع بشیم. نکته دیگری در رابطه با این گذاشتن خودمحوری ها این بود، وقتی که روز دوم جلسه ده نماینده سازمان ها رفتن، سه نامه اومد که این سه نامه آماده بود برای رفتن بیرون. یکی از نهاد مردمی بود، یکی از مهستان بود و دیگری از مرکز مطالعات بلوچستان آقای دکتر دوشوکی که خودشون اظهار دارن یک سازمان یک نفره هستن. اینجا معلوم شد که این دو سازمان دیگر که نامه داشتن، البته دوستان دیگر هم نکاتی رو فرستاده بودن که در نامه ذکر بشه، به نظر من برجستگی نکته این بود که نه مردمی نه مهستان اصرار نکردن که آقا نامه ما بره، بلکه همه کی با اتفاق آرا با اکثریت آرا در اون جلسه گفتن نامه اولیه انگلیسی بره بهتره، برای اینکه تمرکزشون اینه که آقا راجع به ایران صحبت میکنین، ایرانی هم باید اونجا حضور داشته باشن، حالا یا از این نمایندگان سمبولی که اینجا جمع شدن و یا هر سازمان دیگر و بحثات ایرانی باشن. این به نظر من خیلی مهمه.
نکته دیگری که به نظر من بسیار مهمه اینه که این گروهی که اینجا بودن شبکه‌ای هم کار کرد. یعنی به معنی اینکه ما 10 تا سازمان رفتیم و نامه نهایی شد. برای مثال ما نهاد مردمی، یعنی قبل از قبلش من با آقای دکتر نصر اصفهانی صحبت کرده بودم، با جبهه مبارزان ایشون نماینده فرستادن، جناب حمزوی با آقای دکتر که در تمام جلسات بودن، بعد از نامه نهایی شدن با حزب پایرانیست دکتر کیانزاد، با حزب لیبرال دموکرات ایران دکتر آوار و با کنگره معتمدین تماس گرفتیم که از اون طرف و مدیریت اون کنگره آقای دکتر شاورتی فرستادن. پس این 4 سازمان جدید نگفتن آقا چرا ما از اول نبودیم امضا نمی‌کنیم، و این 10 سازمان نگفتن چرا اینا چون از اول نبودن نمی‌تونن امضا کنن. اینا بسیار مهمه، اینها چیزایی است که شکست آورده و میاره در این نجاست در این سال‌های گذشته. نکته بعدی بود که همونجور گفتم فیلتر نکردیم. یعنی بسیاری وقت وقتی می‌خوان سازمانا بگن، میگن آقا این سازمان که 1 نفره، این سازمان که 6 نفره، این سازمان که اصلا عضو نداره. برای امضا کردن این نامه در حال حاضر به هیچ صورت فیلتری نبود، همونجور که فراخوان اول بود هر سازمان و تشکلات فرهنگی حتی قومی که همسو باشن و موافق تمامیت ارضی باشن و هنرمندان غیره دعوت شده بود که به هر صورت در حال حاضر اینجا هست. نکته ای که شاید بهش بازم اشاره بشه این بود که همکاریا باز از خود گذشتگی ها بود و این عدم خودمحوری. برای مثال در جلسه دوم سوم آقای دکتر نوریالا اشاره کردن آقا ما روز یک شنبه معمولا 3 ساعت تو کانال یک مهستان برنامه داره، خب همه بیاین اونجا اینو اعلام بکنیم. بنده به خاطر 5 ماه که الان با دوستانی که حالا نام نمیبرم در جلسات دیگر به یک توافقات بسیار مهمی رسیدیم، چون میدونستم که یک حساسیت های تنشایی هست، گفتم چه فکر خوبی اگه میشه لوگوی مهستان نباشه که همه بیان و اون احساساتی و یا تنشایی که در از طریق سازمان‌های دیگر من دیده بودم نباشه. این رو بگم که البته نهاد مردمی خودش دوبار درخواست کرد و رفت در مهستان صحبت کرد، ولی خب این حساسیت رو ما دیده بودیم. تشکر میکنم از مهستان و دکتر نوریالا که این رو قبول کردن و این رو اول برنامه فکر می‌کنم جناب یزدیان گفتن این برنامه مهستان نیست. بعد به من 2-3 تا سازمان تک زدن که آقا کانال 1 هنوز دورش نوشته برنامه جنبش مهستان. اما اول برنامه من زنگ زدم به آقای شهرام همایون، گفتم جناب همایون یه هم چیزی هست، گفت اشتباه شده و اونم برداشتن. خب این همکاری ها مهمه که به این سریع دوستان این نکاتی رو که میتونه باعث تنش بشه رفع کنن. از جناب شهرام همایون متشکرم. دیروز یا پریروز از من خواستن که با آقای شجره تلویزیون پارس و مدیریت اندیشه تماس بگیرید، اگه میشه اونها پخش مستقیم بکنن علاوه بر کانال 1 و تلویزیون مردم. من با جناب شجره صحبت کردم، ایشون گفتن کاش زودتر میگفتید، ما الان برنامه رو در عرض 10 ساعت 12 ساعت نمیتونیم عوض کنیم، ولی آمادگیش اعلام کردن. گفتن بیانیه این رو به ما بگید، در اخبارمون گفتیم و خواهیم گفت و این رو گسترش و پخش مستقیم میکنیم، مدیریت یعنی گسترش خواهیم داد. مدیریت تلویزیون اندیشه امروز صبح از اروپا من تماس گرفتن، گفتم ما هم آماده بودیم ولی دیره، حالا چیکار بکنیم. اونها هم این رو خواهند کرد. پس این همبستگی ها داره انجام میشه و همونجوری خدمتتون عرض کردم و دوستانم گفتن، من ایمان فروتن الان 18 سال است که دارم اونجوری که میتونم در کنار در با سازمان و سازمان های دیگر برای آزادی ایران زحمت میکشیم و کار میکنیم. تا اونجایی که من میدونم این اولین بار هست که سازمان هایی که اینجا 13 تا هستن و امیدوارم که بیشترم بشیم، چه طرفدار پادشاهی پارلمانی چه جمهوری، سلیقه های مختلف روش های مختلف اومدن برای آزادی کشور زیر یک نامه رو امضا کرد. هیچ کدوم از ما فکر نمی‌کنم انتظار اینو داشتیم و داریم که این نمایندگان این سازمان و یا هر کسی رو دعوت کنن آقا بدوین بیاین تو این کنفرانس لهستان، برای اینکه همون کنفرانس در سطح وزرای امور خارجه هست و اینکه می‌دونیم از لحاظ امنیتی و ملاحظات بسیار پروتکل سیاسی طول می‌کشه دعوت کردن، ولی قدم بسیار مهمی هست و من امیدوارم که در روزها و هفته آینده ما بتونیم از این قدم بسیار مثبتی که همه با هم برداشتیم استفاده بکنیم و بریم به قدم بعدی که به نظر من و فکر می‌کنم بسیاری برگزاری کنگره جهانی پارلمان جهانی است، از مردم ایران در برون مرز که بیان و پشتیبانی خودشون رو از صدای مردم ایران در برون مرز یک صدا به جهان بگوین و واقعا بعد وارد کارهای اجرایی بشیم که اون خودش باز دیگری داره. برای هر کار اجرایی و هر ساختار اجرایی به نظر من لازمه که یک بازوی سیاسی همبسته و پیوسته پشتش باشه
و این گروه و گروه‌هایی که با هم خواهم بود، من فکر می‌کنم که می‌تونن پایه‌های محکمی رو برای این حرکت بعدی بگذارن. متشکرم از وقتی من. خیلی ممنونم جناب آقای فروتن. 9 دقیقه سخنرانی شما. خب دوستان گرامی، دوستان همراه در اتاق، ما تقریبا سخنرانی نمایندگان همه سازمان‌ها رو داشتیم و تقریبا 1-2 ساعتی به درازا کشید این نکاتی که شنیدید و دیدگاه سازمان‌ها. من از همکار خوبم آقای شهرام عباس‌پور درخواست می‌کنم که من رو همراهی بکنن در نوبت‌ها تا جایی که من خاطرم هست. از نخستین نوبت‌ها، یعنی در اون 20 ثانیه نخست، آقای عزیز دادیار نوبت گرفتن. جناب آقای دادیار، اگر دوستان فقط بفرمایند که پرسششون رو از چه کسی می‌خواهند بپرسند که پاسخ دهنده آشکار باشد که چه کسی هست و کار من رو هم آسوده بفرمایید، ممنون میشم. جناب دادیار بفرمایید. میکروفون شما بسته است. صدا هست دوستان؟ بله بفرمایید. بله، سپاس‌های فراوان و درودهای بیکران و سپاس از همه زحماتی که کشیده شده در این راه، برای اینکه یکی از اقدامات بسیار بزرگ، حساس و در لحظه بسیار بسیار دشوار و در یک تنگنای سیاسی انجام گرفته، بی‌نهایت مهم بود این نامه. منتها می‌خواستم یه سوالی بکنم از جناب یزدیان که نحوه تدارکات فراخوانی دعوت برای حضور در واقع نیروهای سیاسی، چهره‌های به نام، احزاب کلاسیک و سازمان‌های سیاسی ایران، به ویژه چهره‌های سرشناس بین‌المللی، میشه نام کسانی رو که دعوت شدن ولی شرکت نکردند و بخونن اگر مقدور هست؟ این یک. دوم این که دوستان ببینید، برای بزرگداشت و گرامی داشت جلال و شکوه یک مهمانی، معمولا از حضور حاضران در آن مهمانی، از چهره های شرکت کننده در مهمانی آغاز می کنند، نه در سفره و یا تدارکات آن. برای این کار و اهمیت اون، حضور این نامه ها در چنین کنفرانسی که در لهستان قرار توسط قدرت های بزرگ انجام بگیره، مسلماً بسیار مهم هست. اگر این نامه تا کنون نرسانده شده، آیا امکان این هست که مجدداً از چهره های سرشناسی که دعوت شدن و نیامدن مجدداً دعوت بشه؟ مثلا یکی از نقاط ضعف این نامه حضور، عدم حضور نامه های زنان نامداری در جنبش سیاسی ایران، مانند مهرانگیز کار، مانند سرکار خانم شیرین عبادی و چهره‌های سرشناس دیگری، مانند آقای آهی از مشروطه خواهان، جناب شریعت مداری از جمهوری خواهان، جناب شاهزاده به ویژه و همچنین آقای هجری به عنوان نماینده حزب دموکرات کردستان ایران، آیا دعوتی مؤکدن شده و پاسخ منفی دادند یا خیر؟ یا آیا مقدور بوده است که طی تماسی عاجل و فوری با نمایندگان سرشناس زندانیان سیاسی مانند نسرین ستوده و چهره های دیگری مانند محمدی و دیگران و آقای تبرزدی، آیا مقدور بوده که در همین فرصت از اونها دعوتی تلفنی یا تماسی فوری گرفته بشه و پاسخ منفی داده باشن یا نه؟ سپاسگزارم. مرسی. خواهش میکنم. من در آغاز برنامه گفتم که حتی در بسیاری از نشریات اینترنتی و تلویزیون ها درباره این برنامه داشتن یا صفحاتی رو چاپ کردن، از کیهان لندن، شهروند یا جاهای دیگه، و تلویزیون ایران اینترنشنال هم یک گزارشی داشت، من دیده بودم تا جایی که خبر دارم. پرسش گویا از جناب آقای نوری‌علا هست، تا جایی که من درست اگر شنیده باشم. جناب آقای نوری‌علا، میخواهید که پاسختون رو بفرمایید؟ بله، عرض کنم که به این دلیل من باید پاسخ بدم که من مأمور بودم از طرف جمع که این رو به دست اکثریت شخصیت ها برسونم. البته یک نکته رو آقای عزیز ما باید توجه بکنند که قصد ما
پیوند دادن سازمان‌های سیاسی بوده، نه افراد و شخصیت‌ها. بنابراین دعوت ما که هم به صورت عام منتشر شد و هم به صورت خاص از طریق ارسال عرض کنم که ایمیل صورت گرفت، ناظر بر سازمان‌های سیاسی بود. ما از اول فکر می‌کردیم که بشه یه تلفیقی از سازمان‌ها و شخصیت‌ها ایجاد کرد، ولی به نظرمون رسیدش که در عمل بهتر آن است که سازمان‌های سیاسی که هر کدوم معرفی گروهی هستند با همدیگه این نامه رو بفرستن. بند تقریبا برای تمام سازمان‌های سیاسی، رهبران سازمان‌های سیاسی و شخص شاهزاده رضا پهلوی این اطلاعیه و این دعوت رو فرستادن. همه کسانی که ایشون اسم بردن و همراهان اونها دریافت کننده ایمیل های من بودند. متاسفانه سازمان های قومی، شاهزاده رضا پهلوی و برخی دیگر از شخصیت ها هنوز پاسخی به ما ندادند که چه تصمیمی در این زمینه میگیرند. حتی من پیشنهاد کرده بودم که اگر که نمیخواهید در امضای این نامه شرکت بکنید، میتوانید جداگانه حمایت خودتون از این نامه رو اعلام بدارید. من فکر میکنم که آقای دادیار همیشه یه عجله‌ای در کارش هست و در نتیجه میخواد اون کار آخر رو اول انجام بده. من به ایشون میگم که این کاری مقدور نیست. شما همین انقدری رو که پیش رفتیم فعلا قبول داشته باشید. امیدوارم که در آینده این قضیه وسعت بیشتری بگیره و بزرگان به ما هم بپیوندند. مرسی. نوری علا اجازه میدید یه پرانتزی توی این سخن داشته باشم؟ دادیار اگر مهربانی بفرمایید و دوباره یک بزنید. 20 ثانیه آقای، 20 ثانیه فقط، 20 ثانیه. بار پیشم گفته بودید 20 ثانیه، بفرمایید. 20 ثانیه، بشمارید. جناب نوری علا، میشه از شما به عنوان یک بلوچ دست بندی بکنم مانند یه مسلمانان بلوچ که دست میبندن، خواهش میکنن من دست بندی بلوچی بکنم، شما یک زنگی به شاهزاده و جناب شریعت؟ خب خیلی ممنون. 20 ثانیه شما پایان پیدا کرد. جناب ابته اینترنت ایشون هم گویا قطع شد. جناب آقای دکتر محمد فارسی ناخدا بفرمایید. آقای محسن زندیه میگن یک ثانیه من میخوام مطلبی رو بگم. فکر میکنم در این ارتباط ندیدم پیام ایشون رو. میخواید آقای زندیه بفرمایید. سوال شد که چرا شاهزاده در این مورد پاسخی ندادن. شاهزاده در مورد مسائل ایران در طول سالیان گذشته به نحوه های مختلف با همه مردم ایران صحبت میکنند و به همین جهت ایشون بارها و بارها گفتند که جنبش ایران به وسیله مردم ایران، به وسیله خود مردم ایران و بدون کمک از دیگران باید انجام شود. به همین جهت دوستی که سوال کرده بودن خواستم که این رو گفته باشم که اگر به برنامه های شاهزاده توجه کرده باشن، تمام سوال ها به نحوه های مختلف بیان شده و مطرح شده. متشکرم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. آقای زندیه از طرف سازمانشون پاسخ کوتاهی رو دادن به این پرسش. ببخشید جناب فارسی گرامی. درود بر شما، درود بر شما. آقای گرامی و ممنونم ازتون. هم درود میفرستم به تمام همبندان گرامیمون در اتاق، به میهمانان گرانقدرمون که در این جلسه هستن و امیدوارم که این جلسات خودشون بشه در آینده. درود بر مردم ایران که امروز یا امشب این فرصت رو داشتن که ببینن تعداد زیادی از گروه‌های سیاسی و احزاب سیاسی توانستن به دور هم جمع بشن و در یک هدفی رو دنبال بکنن و بس موفقیت آمیز اون رو انجام دادن. این نامه که تهیه شده توسط شما فرهیختگان
ممکنه جوابم حتی نداشته باشه، من امیدوارم که داشته باشه، ولی اون همونطوری که آقای فروتن هم فرمودن واقعا اون مهم هست، ولی این که این گروه ها و این دوستان فرهیختگان به دور هم جمع شدن با یک مخرج مشترک سکولار دموکراسی، این به فال نیک باید گرفته بشه. من به تمام شما عزیزانی که توانستید در این گردهمایی چند روزه دو سه روزه گذشته تا به این جا جلو بیایید و امید به وجود بیارید برای مردم ایران، بهتون تبریک میگم واقعا. ولی این رو هم میگم که نباید این فرصت رو دیگه از دست داد. دوستان گرامی، احزاب و سازمان‌های سیاسی، میبینید که وقت دور هم جمع میشیم اون وزنه‌ای که به وجود میاد وزنه‌ای خواهد بود که عاقبت سیلی بشه و این رژیم رو به طور کلی از بین ببره، منحلش بکنه. من امیدوارم که این همبستگی رو ادامه بدیم، امیدوارم که کلیه کنگره ملی همطور آقای فروتن فرمودن جهانی ایرانیان تشکیل بشه و من امیدوارم از دل این کنگره شورای رهبری انحلال رژیم به وجود بیاد و دولت موقت در تبعید تشکیل داده بشه. احتمالاً این فرصت به ملت ایران خواهد داد تا اعتصابات خودشون رو بیشتر و بیشتر کنن، ادامه بدن و به سرعت سرنگونی رژیم کمک کنن. ملت ایران هرگز به امید کشورهای دیگه نبوده که بیان براشون کاری بکنن. این وظیفه وظیفه تک تک مردم ایران هست، ولی مردم ایران نیاز دارن به یک شورای رهبری، به یک دولت موقت حتی در تبعید، تا بدونن وقتی که میان در کف خیابان به اعتصابات همگانی خودشون ادامه میدن، مانند زمانهای گذشته نیست و این بار دیگر به نتیجه خواهد رسید. همچنین که دوستان گرامی هم متذکر شدند، این گرد همایی در صورتی که این کنگره ملی و شورای رهبریش به وجود بیاد، دیگر اون وقت این دنیا کشورهای که خارج از ایران هستند به خودشون اجازه نمیدن حتی این کنفرانس ها رو برقرار کنن، میان حتما با شورای مردمی ایران تماس میگیرن تا اینکه راه چاره پیدا شه. باز هم من سخنم کوتاه میکنم، باز هم به تمام شما عزیزان این 13 سازمان سیاسی و حزب تبریک میگم. این اولین بار در 40 سال گذشته که این فرصت به دست اومده. خیلی متشکرم آقای این فرصتی که به من دادی. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما. جناب آقای تقی آلرضا، تشریف داری؟ بله، در خدمت هستم. خیلی ممنون که وقتی که به من دادید و تشکر میکنم از تمام دوستان که تونستن صحبتهای خودشونو بگن، ارائه بدن. من به فرصتی داشتم که در دو تا از این نشست ها باشم و همینطور که دوستان فرمودند که چقدر این گروه با هم چطوری با هم همکاری کردن و صحبت هاشون رو کردن، خیلی خیلی جالب بود برای من. دوستان گفتن که ممکنه این نامه تأثیری نداشته باشه، ولی خب من فکر میکنم تأثیر خیلی زیادی داره وقتی که به تمام وضع نگاه بکنیم، که همین که 13 تا گروه تونستن کنار هم بیان و بتونن یک نامه‌ای بنویسن و همه امضا کنن، این خودش به نظر من بهترین کاری بوده که ما کردیم. ما همینطور که آقای دکتر شعبلایتی گفتن که ما کاش که زودتر شروع کرده بودیم، حالا دیگه اون گذشته، ولی الان فکر باید بکنیم که ممکنه اتفاقات دیگه‌ای در آینده بیفته، تا زودتر بیفته، یا حتی از این نشست که اون در اونجا هست و یک خواهشی بشه از گروه‌های اپوزیسیون که بعداً بیان باهاشون صحبت بکنن، با
باشون هم فکری بکنن. ما در اون وقت باید آمادگی داشته باشیم، گروه داشته باشیم، اسپوکس پرسن داشته باشیم، کسی بتونه از طرف ما صحبت بکنه. این کارا رو باید از همین الان شروع بکنیم، به فکر باشیم که اگر از ما سوالی شد، خواسته ای شد، ما بتونیم خودمون رو ارائه بدیم و مجبور نشیم که یه هفته دو هفته صبر بکنیم که گروه ها رو در کنار هم بذاریم دو مرتبه و راجبش صحبت بکنیم. ما از همین الان بایستی آماده باشیم که اون کارا رو بکنیم. من پیشنهاد میکنم چون که دولت‌ها به ایران میگن ایران، ما راجع به ایران میخوایم صحبت کنیم، من دوست دارم که بگم که من ایران هستم، یعنی تمام کسانی که در ایران هستن ایران هستن، یعنی مردم ایران بایستی بگن من ایران هستم، یعنی هر کسی که میخواد صحبت کنه راجع به ایران، ایران مردم ایران هستن و من ایران هستم، I am ایران. این رو بتونیم سر زبون مردم بندازیم که بتونیم در آینده ازش استفاده بکنیم. من خیلی تشکر میکنم، سوالی ندارم برای دوستان. خیلی ممنونم جناب آقای آلرضا. در تمام نشستایی که ما بودیم، در تمامش که در بیشترش جناب آقای آلرضا همراه بودند و من جای سپاسگزاری داره که از ایشون و سازمانشون داشته باشم. و در ادامه جناب آقای اربابی، آقای هلمند اربابی. درود به هم میهنان گرامی. نخست درود به شما آقای میلاد آقایی. خیلی ممنون، درود بر شما. درود به هم میهنان گرامی، درود به میهمانان ارجمند، خوش آمدید و درود به هموندان گرامی. خب بخش سخن رو دوستان گفتن، منم نمیخوام، اما به باور من بازگفت برخی از سخنان شاید بتونه بیشتر در جانمان بنشینه. در نگاه من کوچکترین کار نیکی رو باید در دم ستود و پشتش رفت. من این روی گامی نخست میدونم، البته گامی کوشش های تا کنون شده است، یک گامی نخستی در زمان کنون من میدونم که این همه گروه و نهاد با حالا شمار همبندانشون بماند، اما تونستن سخنگویان اینها کنار هم بشینن سخن بگن، این کار کوچیکی نیست. من این رو بسیار ارجمند میدونم. من آنچه که بیشتر من روش انگشت میخوام بذارم که بتونیم نگه بداریم این رو، آقای نوری علی زمانی میگفت که برخی از ما ایرانیان همیشه تو جیب خودشون برگی جدای طلاقشون هم تو جیبشون دارن تو هر از این همایش ها. و چیزی که میتونه کمک بکنه به این دریافت، اکنون یک هنگامی بسیار ویژه‌ای هست که من بارام گفتم یک شتاب بخردانه میخواد. همین که این 13 نفر در یک زمان کوتاه گرده هم اومدن، برآمد از یک شتاب بخردانه هم هست و باز هم میتونیم این شتاب بیشتری بدیم، اون هم البته سنجیده، تا ما بتونیم همون چیزی که دوستان میگن که ما باید پیش از این خودمون رو آماده میکردیم، پیش از این البته کوشش هایی بوده ولی خب نتونستن دیگه، اما امیدوارم این هنگامه و این کوشش ما رو به اونجا بکشونه که ما یک نهادی بریم، یک سمتی بریم که بتونیم همه اون زمینه های دوران گذار رو با خودمون داشته باشیم، داشتن دولت گذار و همه اینها رو با خودمون زود بسازیم. ما یعنی میخوام بگم که این کاری که اکنون انجام شده و داره شتاب داره میگیره، زمینه بشه برای اون زمینه هایی که دیگه برای نمونه نیازی نباشه که در یک هفته دو هفته دنبال این اون بگردیم، بلکه آماده داشته باشیم که فردا اگر چیزی بشه، برای اینکه در کشورهای مانند ایران بسیاری از جنبش ها رو نمیشود در دم پیش بینی کرد، در یک دم میتونن برخیزن آتش بگیره، اینا رو ما داریم در کشور. این رو اگر ما این آمادگی رو داشته باشیم که همه دوستانم هم گفتن، از آقای فروتن نازنین گرفت تا همه دوستان دیگه، آقای نوره، اگر ما این آمادگی رو ما داشته باشیم، این نشان توانمندی ما هست. نکته هم بیافزایم که 13 گروه کنار هم، 14 حالا کمتر بیشتر، نشان این است که ما یک کمی از اون ساختار قبیلگی دور شده ایم. ما میتونیم با هم گفتگو بکنیم، ما میتونیم دیدگاه همدیگمون رو بشنویم و سرانجام به یک دستاورد خوبی هم برسیم. نام هم پیداست که نامی خوبی هم هست به راستی، و میشود این یک خودش یک پلتفرم کوچکی باشه برای اینکه ما دست به کارهای دیگه از این گونه بزنیم. بسیار سپاس به شما آقای میلاد گرامی و سپاس به شما شنوندگان خوب. خیلی ممنون. پس شما هم پرسش نبود در واقع تا جایی که من دریافتم و دیدگاه شما بود. ج...
جناب آقای محمد کرمی. تشریف دارید جناب کرمی؟ تبریک به همه نیروهای کیفیت. جناب کریم صدای شما شنیده، اگر تلاش بفرمایید میکروفون شما گشوده است. بسیار اندک در نه الان قابل دریافت نیست صدا. من نمیدونم دوستان میشن الان قدری بهتره. بفرمایید جناب کریم. با تبریک به تمامی دوستانی که اولین بار یک کار مشترکی دارن انجام میدن، من میخواستم حرفمو با به نوعی میخواستم مقایسه بکنم با جریانات دیگه. مثلا بعضی از این جریانات سیاسی که خاطر یک سری مسائل یا صحبت ها حاضر نشدن که کنار همدیگه بخوان بیان و این بیانیه یا نامه که داره نوشته میشه رو امضا کنن، در صورتی که جریان ضد ایرانی که به شدت دنبال جنگ و تحریم ایرانه تو این رابطه خیلی پیشرفت داشته. مثلا من منظورم جریان مجاهدین هستش که اینها از 2 ماه قبل برای این کنفرانس ورشوی دارن فعالیت میکنن و تو اروپا کار کنفرانس با نیروهاشون گذاشتن و دارن به نوعی به اصطلاح نیرو استخدام میکنن که بتونن 8 فوریه اینجا تظاهرات را بیاندازن و به نوعی همونطور که مسئول بخش سیاسیشون یا رهبرشون مریم رجوی اعلام میکرد، تمامی گفته های وزارت خارجه آمریکا و آقای جان بولتون رو تایید میکردن، میگفتن اینها همون خواسته های ما هستش که اینها بیان میکنن. خب اینجا سوال اینه که از این نیروهای سیاسی خب برای چی نمیان برای ایران و برای وطنمون؟ اگه ما شعارمون حرفمون ایران و مردم ایران وطنمون هستش، چرا نمیان سر نوشته‌های سر این جملات با انسان با همدیگه کلکل کردن، در صورتی که مخالفین ایران اینطور دارن فعالیت میکنن؟ از اینکه تمامی این دوستان عزیز بالاخره قدم رنجه فرمودن و از خواسته ها و اهداف سازمانیشون کوتاه میرن دور هم جمعشون، از همشون تشکر میکنم. من فقط خواستم نظرمو بیان کنم. خیلی ممنونم آقای محمد کرمی گرامی از نکاتی که فرمودید. همان گونه که خبر دارید، فراخوان برای سازمان‌ها در واقع دموکراسی خواه فرستاده شده بوده و شخصیت‌های دموکرات و کسانی که به دنبال سکولار دموکراسی هستند و به هر روی ما خواستار نابودی کشورمون نیستیم و می‌خواهیم که علیه جمهوری اسلامی و تمام کسانی که بر روی از جنگ سود میبرند بیستیم. ما ایران آباد رو میخواییم. جناب آقای حسن دانشور، آقای شهرام عباس‌پور، درست من نوبت ها رو تا حالا رعایت کردم؟ بله بله دقیقا جناب. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. جناب آقای حسن دانشور بفرمایید. ممنون. درود میفرستم به همیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان این برنامه و شرکت کنندگان در این نشست. دوستان نکات بسیار مهمی رو توضیح دادن و من دیگه از تکرار اونها خودداری خواهم کرد. فقط اینو می‌خواستم بگم که قطعاً فقط با کنفرانس ورشو تکلیف جمهوری اسلامی روشن نخواهد شد و این شروع یک پروسه طولانی برای سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود قطعاً. و برابر این نامه فقط اولین در واقع حرکت جدی اپوزیسیون سکولار دموکرات ملی برای حفظ ملت منافع ملی ایران به نظر من میاد و به نظر میاد که اپوزیسیون ایران بخش سکولار دموکرات اون حداقل به بلوغ سیاسی خودش نزدیک میشه. خواستای اساسی اپوزیسیون از قدرت‌های بزرگ جهانی، حالا یک دونه اینجا دوستان اشاره کردن و اون مخالفت با حمله نظامی به کشورمون هست، ولی من فکر میکنم احتمالاً در نامه‌های آینده و یا احتمالاً در شرکت کردن در موقعیتایی که پیش خواهد اومد که بتونه اپوزیسیون شرکت کنه، علاوه بر این خواست عمومی 4 خواست دیگر هم به نظر من اومده که بد نیست که الان بگم. به نظر من اپوزیسیون سکولار دموکرات خواهان عدم دخالت حمله نیروهای خارجی به نیروهای رژیم در خارج کشور خواهد بود، چون این در خارج از کشور و در خارج از چارچوب
کشور ما، این جنگ بین نیروهای جمهوری اسلامی و بقیه مسئله جنگ ملت ایران نیست و اپوزیسیون سکولار دموکرات باید در این مورد بی‌طرف باشه به گمان من. مسئله بعدی مخالفت با اشغال هر قسمت از خاک ایران توسط نیروهای خارجی است. ما این رو به عنوان نیروهای سکولار دموکرات باید با روشنی کامل بیان کنیم به هر شکل ممکن. نکته بعدی، در صورتی که جنگ اتفاق بیفته، چون این ممکنه در علارغم خواست ما این جنگ اتفاق بیفته بین دو جبهه اصلی که امروز داره تشکیل میشه، جبهه جمهوری اسلامی و متفقینش و متحدینش مثل شوروی، چین، اردوغان و تمام دیکتاتورهای ریز و درشت دنیا از یک طرف و ملت ایران و کشورهای دموکرات و ملت صلح دوست و دموکرات جهان از طرف دیگر، اگر چون این جنگی صورت بگیره، ما باید مخالفت خودمون رو با تشکیل حکومت‌های محلی از طرف نیروهای خارجی کاملا روشن اعلام می‌کنیم. منظور من از این مسئله اینه که نیروهای خارجی اجازه نخواهند داشت از دید ملت ایران در نقاطی از ایران حکومت‌های محلی حتی موقتی تشکیل بدن. این حالا بحثش، چون الان خیلی من وقتم زیاده نمیتونم وارد بحث بشم، ولی امیدوارم که در بحث‌های آینده‌ای که صورت خواهد گرفت توی مهستان یا جای دیگه بتونیم این مسئله رو بیشتر بشکافیم. و بالاخره آخرین نکته‌ای که به نظر من اهمیت خیلی زیادی داره اینه که در صورتی که این قدرت‌های بزرگ جهانی و متحدین منطقه اونو اگر با رژیم ایران وارد مذاکره و گفتگو بشن، این باید کاملا شفاف روشن به اطلاع اپوزیسیون و ملت ایران برسه. این خواست‌های بسیار مهمیه که اپوزیسیون سکولار دموکرات باید حالا نه در این نامه بلکه در نامه‌های بعد یا در نشست‌های بعد یا ارتباطات بعد اعلام کنه. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما جناب آقای دانشور. خانم اسفندارمز، درود بر همه مهریاران گرامی که این کار زیبا و درخشان انجام دادیم. به قول مارتین لوتر کینگ، من سالها در آرزوی این بودم که گروه‌های مختلف ما بیان و احزاب مختلف کنار همدیگه گرد بیان و به یک تصمیم یگانه برسن و اون هم آزادی مردم ما از زیر بار این زور و ستمی که بر مردم ما روا شده. چون من همیشه میگم که کشور من، کشور ایران، توسط حالا نام نمیارم، یه وقت باز دوباره بگن واژه‌ای رو به کار بردم، به راستی کشور من به زیر چنگ یک گروه زنستیز، انسانستیز ملا گرفتار می‌شده و این کشور ایران هر روز و هر روز و هر روز قربانیان زیادی رو توسط اینها به جای میذاره و سکوت مدیا متاسفانه همیشه و همیشه همراه بوده. 40 ساله که مدیا سکوت کرده. در اینجا من از مهریار گرامی آقای دکتر نوری‌علا، از زحماتی که کشیدن، پشت کاری رو که داشتن و گردآوری این یاران میهنخواه و میهندوست سپاسگزاری میکنم. بر خودم میبالم که امشب در کنار این گروه همیار و عاشق ایران هستم و با همه نگرانی هایی که داشتم بسیار بسیار امشب خوشحال هستم. و این شعری رو که گفته بودن، همراه شو عزیز، تنها من شین به در، کین درد مشترک، تنها جدا جدا درمان نمیشود. و این گرد همایی آقای فروتن و همه دوستان، حالا از اسامی رو من به یاد ندارم، من سپاسگزارم از آقای دوشکی که اگر اسمشون رو درست بگم و همچنین از آقای مهریار آلرضا اگر درست باز بگم، که ایشون سخنی رو گفتن که هفته پیش من گفتم به صرف فقط به نام ایران من باید توی اونجا باشم. من هیچ پاسپورتی، نمیدونم، دعوتنامه، چیزی از جای دیگه نباید داشته باشم. من باید اونجا باشم و اجازه ندم که کشورهای خارجی در مورد کشور من تصمیم گیری بکنن.
و یکی دیگه که من باز پرسشم از دوستان الان این هست، اکنون این هستش که خب حالا این نامه نوشته شده، فرستاده شده، بسیار هم متن نامه زیباست، چون خود من هفته پیش یه نامه رو نوشتم به زبان فرانسه و از طرف خودم تنها نوشتم برای پارلمان اروپا به دو زبان، به زبان فرانسه، به زبان انگلیسی، ولی از سوی فقط تنها خودم. و متن نامه باور بفرمایید همین چیزی است که شما یاران، شما مهریاران نوشته بودید. و ولی پرسش من الان از شما این هستش، چون من خواستم که برم در لهستان و در ورشو شرکت بکنم به عنوان یک ایرانی در این پارلمان، و در هر کجا که رفتم اول اصلا نمیگن که کجاست و بعد هم راه رفتن رو نمیگن، اصلا میگن که یه عده خاصی دعوت شدن. حالا این یه عده خاص معلوم نیست کیا هستن. روی این هست که از آقای، از دوستانی که اینجا هستن، مهریارانی که اینجا هستن، من این خواهش هم هستش برای رفتن به اونجا چی کار باید کرد؟ نامه فرستاده شده، ولی حضور فیزیکی ما در اونجا چگونه باید نشون داده بشه؟ حالا یا در اون محلی که هست یا در داخل سالونی که این کنفرانس صورت میگیره. من به عنوان ایرانی و فکر میکنم همه دوستان که الان موج عشق از زبانشون واقعا فوران میزنه و آدم به خودش میباله، همه این رو باور دارن، ولی باید رفت اونجا چون این سرنوشت ماست و باید شرکت کنیم. 40 سال سکوت کافیه. سپاس از شما آقای. خیلی ممنون، خواهش میکنم. شما 5 دقیقتون رو فول استفاده کردید. آقای امیر بیگلر گفتند که پرسش هایی شده است که ایشون میخواهند پاسخ بدهند اگر نمایندگان سازمان ها در مورد سخنانی که گفته می شود خواستن پاسخ بدهند، پس از در واقع اون سخنان به من پیام بدن که من بله که بتوانند پاسخ پرسش ها رو بدهند یا دیدگاه هایی که داده می شود. برای از آقای بیگلر آغاز می‌کنم. جناب بیگلر بفرمایید، اگر هرچقدر کوتاه بفرمایید ممنونتون خواهم شد. ما 35 دقیقه تا پایان برنامه داریم و 7 نفر دیگه در لیست هستن. ممنونتون میشم. سپاسگزارم. خسته نباشید جناب آقای و همچنین سروران دیگر که حضور دارن. بانوی هستن، من اسمشون نمیدونم چه، زیر اسمشون زیر عکسشون نوشته بود ناشمیل، نمیدونم به چه اسمی هستن. یه پرسشی کرده بودن که آیا اگر این احزابی که پای نامه رو امضا کردن اساسنامه مشترک یا مرامنامه مشترک دارن، چرا اسمای مختلف دارن؟ پرسش ایشون اگر مبنا بر تفکر فکر به اصطلاح باورهای سیاسی که شبیه به همه، من فکر نمی کنم باورهای سیاسی این 10 تا حزب به هم شبیه هستش، در یک به اصطلاح نکاتی باور مشترک دارن، ولی هر کدوم از این سازمان ها مرامنامه خودشون رو دارن، اساسنامه خودشون دارن و ثبت قانونی خودشون رو دارن. به خاطر همین به اصطلاح هر کدومشون یک فرد حقوقی هست. فرد اینجا به معنای انسان نه، به معنای یک سازمان، ارگان به اصطلاح. میخواستم بگم یکی دیگه، جناب حمید قزنفری نوشته بودن که به اصطلاح ایشون از طرف چند تا از بینندگان گرامیمون، حالا کجا هستن، مثل اینکه از ایران پرسشی کرده بودن که این سازمان هایی که اینا رو امضا کردن، آیا من از پرسششون اینجوری میفهمم که آیا یک تن هستن یا هوادارانی هم دارن یا اندام هایی دارن، و اگر دارن چه تعدادی در ایران دارن؟ خب این پاسخو من فکر نمی کنم هیچ کدوم از احزاب سیاسی که این نامه رو امضا کردن پاسخ بدم. به اصطلاح یه چیزیه که به خودشون ربط داره، به کسی ربط نداره. ولی اگر منظور این دوستان از اینه که ما ریشه اجتماعی داریم، من یه پاسخ خیلی راحت به هم وطنان گرامی بدم که این گونه سوالا رو میکنن. ما به اصطلاح 11 سازمان اصلی که اولین این نامه رو امضا کردیم برای یک باور هستیم، یعنی یه باور مشترک داریم که آینده ایران و ملت ایران باید تصمیم بگیره و انجام بده یا تغییر بده، و ما خودمون رو سوا از اون ملت نمیدونیم. یعنی دلیل این که ما
ما در سالهای درازی، خود من مثلا نزدیک 36 سال ایران نبودم، دلیل بر این باشه که آیا من به خاطر اینکه 36 سال در ایران نبودم یک ایرانی نیستم؟ این اجازه رو به هیچ کس نمیدم، به هیچ کس و به هیچ ارگانی نمیدم که ایرانی بودن منو زیر سوال قرار بده. من ایرانیم تا اون موقعی که احساس ایرانی بودن میکنم، تصمیم برای ایران میگیرم. من ایرانی نیستم که باور به این داشته باشم که ایران یک کشور اسلامیه و در مورد آیندهش و ملتش به عنوان اینکه غنیمت اسلام هست، شخصی مثل آقای خمینی و نماینده های او تصمیم بگیرم. به خاطر همین وظیفه خودم میدونم سوا از هر تفکر هموطنانم در ایران، در مورد آینده ایران تصمیم بگیرم و اقدام بکنم. و در پایان بانو اسپندارمز پرسیدن که چگونه میشه در به اصطلاح ورشو شرکت کرد. من خودم به اتفاق سه تا از دوستان به اونجا میریم. جناب همایون تورایی گذاشتن، البته خودتون باید اونجا برید، ولی از به اصطلاح لهستان که رسیدید از فرودگاه شما رو دنبالتون میان، میبرن تو هتل و هر روز اون دو روزی که اونجا هستید اتوبوس هایی هستش که شما رو به اون مکان میبرن و براتون میگردونن. پول هتل توشه. میتونید با آقای خشایار وکیلی در آلمان یا جناب همایون در امریکا تماس بگیرید اگر میخواین، اگر نه که جناب آقای زالزاده مثل این که از کل یه دونه اتوبوس گذاشتن که به اونجا میبرن. در حال سازمان هایی هستن که اقدام رو در دست دارن. سپاسگزارم، من اینجا تمومش میکنم. خیلی ممنونم جناب بیگلر گرامی. در ادامه لیست آقای آلن اساره. درود بر شما جناب آقایی، درود بر هموندان عزیز. خب من حالا البته تکرار مکررات میشه، ولی خب دوستان اغلبش رو گفتن، ولی خب حالا من هم خواستم یک تکراری باشه، حالا بیشتر شاید مورد نظر بشه. ما در طول 40 سال گذشته خب اومدیم آهسته و پیوسته اومدیم، مشقهای حالا بسیاری رو هم داشتیم و تمرین کردیم، اومدیم به اینجا رسیدیم. حالا امروز یک مشق خیلی خوبی رو انجام دادیم، مشق اتحاد بود و خدا رو شکر از این داستان هم روسفید بیرون اومدیم، یعنی احزاب ما واقعا روسفید شدن در این داستان. اما این خیلی مهمه که ما بتونیم این اتحاد رو حفظ کنیم. اگر در یک مدت کوتاه میان 13 گروه، تشکل، شخص، جنبش این رو امضا میکنن چقدر خوبه، ولی اینکه حتی این زیر 50%شون باشه، 50% مجموع اپوزیسیون باشه، اما چقدر خوبه که ما این رو تأمین بدیم و ادامه بدیم و بتونیم یک شاخص، یک به قول معروف یک آلترناتیوی رو ارائه بدیم. ما این آلترناتیو رو بتونیم ارائه بدیم و در نشست‌های اینچنینی که یک گوالدلوپ نوین هستش داره شکل میگیره، یک نماینده احزاب باشه یا یک تیمی از احزاب باشن و بتونن جلو برن. اگر یک روز یک گوالدلوپی تشکیل شد، یک آلترناتیوی بود به نام آقای خمینی و اومدن این رو شاخص کردن. و چقدر خوبه که امروز احزاب ما که حالا اومدن دور هم جمع شدن، یک مسیری رو دارن طی میکنن، به یک اجماع برسن و بتونن دور هم یک تیم، یک شاخص و یک آلترناتیوی رو ارائه بدن. ممنون میشم. حالا اگر نمایندگان احزاب بتونن پاسخ بدن یک کدومشون، من خیلی خوشحال میشم. اگر نام ببرید که پاسخ را از چه کسی میخواهید ممنونتون خواهم. حالا جناب نوریعلا یا جناب یزدیان که خودشون به قول معروف در این کار دستی داشتن نظر بدن، خب خیلی ممنون میشم. بسیار هم خوب. البته من از دو تن از دوستان آقای ایمان فروتن نوبت گرفتن، اگر میخواهم پاسخ بدهند، و آقای جاودان. خب جناب فروتن پاسخ بدن، ممنونشون. نه من مربوط به شما نیستش، من این دوستان در نوبت پاسخدهی هستن، من نوبتشون رو دیدم. اگر آقای نوریعلا یا آقای یزدیان که مورد خطاب قرار گرفتن میخواهم در این زمینه پاسخ بدهند. بفرمایید آقای نوریعلا.
جناب عصار، ما کاری رو که میتونستیم بکنیم سال هاست که داریم میکنیم، سال هاست که با نیروها، گروه ها، شخصیت های سکولار دموکرات دستمون همیشه به سوشون دراز بوده که با همکار مشترکی رو انجام بدیم. در یک سال و نیم، دو سال پیش این فعالیت به اتفاق حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات انجام گرفته و در صحبت‌هایی رو که ما داریم همواره بند ثابت دستور جلسه این هست که چگونه ما میتونیم گروه‌های دیگه رو در چهارچوبه سکولار دموکراسی بتونیم با همدیگه باشیم، نه اینکه با ما باشن، نه اینکه با آنها باشن، با همدیگه کاری رو انجام بدیم. فعلا کارمون تا اینجا به خاطر این مسئله خیلی خیلی مهمی رو که پیش اومده تا اینجا کار رو به همراه تمام دوستانی رو که اینجا هستن، جناب آقای دکتر آبار، جناب آقای دکتر فروتن و سایر دوستانی رو که جناب آقای زندیه که من همه رو اسم نمیبرم، این حاصل این شکلی بوده. فعالیت‌هایی رو که جناب آقای فروتن کردن بسیار چشمگیر هست، جناب آقای بیت‌اللهی، جناب آقای نوری‌اعلی، و به هر حال این یک اپوزیسیونی هست که سالهای سال به همدیگه نزدیک نبوده، گاهی نزدیک شده، گاهی دور شده و حالا رسیدیم به این که یه جورایی باید با همدیگه همکاری بکنیم. همکاری هم به این معنی نیست که ما یکی بشیم، اگه یکی بشیم فبه المراد، ولی همچیزی نخواهد شد. با حفظ شخصیت‌های حقوقیمون به عنوان احزاب و سازمان‌ها، من راجع به احزاب و سازمان‌ها صحبت می‌کنم، به نظر من شخصیت‌ها هم یک روزی باید به این نتیجه برسن که خودشون برن حزب خودشون رو بسازن، گروه خودشون رو بسازن و یا اینکه به یکی از گروه‌های موجود بپیوندن. این تلاش رو جناب عصار همه داریم می‌کنیم. حاصلش هم همینه که می‌بینی که دوستان از نهله‌های مختلف فکری، ایده، اندیشه گرده هم اومدن. در هر حال توصیه شما بسیار بسیار بجاست و حتما ما همه آویزه گوشمون میکنیم. سپاس از شما جناب آقای. خیلی ممنونم از شما جناب آقای ایمان فروتن. اگر شما هم میخواهید پاسخ بدهید به نکاتی بفرمایید. خواهش میکنم. با تشکر. من فکر کنم جناب دانشمند بودن که سوال پیشنهادی داشتن در رابطه با اینکه به این کنفرانس لهستان به احتمالاً در تماس‌های دیگه چه چیزهایی گفته بشه و نوشته بشه. این توضیح رو اگر شفاف گفته نشود در اول برنامه الان دوباره تکرار بکنم. سه نامه مشخصی که تهیه شده بود در طرف سازمان‌های مختلف که فرستاده بشه، نامه‌ای که امروز دوستان به انگلیسی نسخه اصلش رو می‌بینن، تمرکزش فقط این هستش که کشورهای آمریکایی، آفریقایی، خاورمیانه، اروپایی، اگر می‌شینید و می‌خواید راجع به ایران و آینده ایران و ایرانی صحبت کنید، می‌باید جایگاهی برای نمایندگان نیروهای سکولار دموکرات باشه. ولی در دو نامه دیگر به دقت نوشته شده بود که توضیحات بیشتر در رابطه با مردم ایران چه میخواهند. برای مثال خیلی سریع خدمتون بگم، پایان دادن به سیاست‌های مماشات با رژیم در مورد امور اقتصادی، سیاسی، نقض حقوق بشر، تحریم سپاه پاسداران، نیروی بسیج، تحریم رادیو تلویزیون‌های رژیم، تحریم وزارت اطلاعات رژیم، تحریم ارتش سایبری جمهوری اسلامی، اخراج همه عوامل اطلاعاتی وابستگان رژیم از کشورهای خارجی، اختیار دادن اینترنت رایگان برای مردم در داخل کشور تا بتونن هرچه بیشتر به مبارزات خود علیه رژیم ادامه بدن، بلوکه کردن پولهای دزدیده شده از ملت ایران در حساب‌های بانکی کشورهای خارجی، اخراج نمایندگان رژیم از ارگان‌های بین‌المللی، قطع رابطه سیاسی با رژیم، راه اندازی یک ایستگاه رادیو تلویزیونی مستقل برای مخالفان رژیم. دلیلی که اینو گفتم این است که جناب دانشمند فکر کنم حداقل دو سه نکته مهم دیگر رو اظهار داشتن. من با اجازه گروه، چون می‌دونم در استوری جلسه‌مون بوده، درخواست می‌کنم از مدیریت این جلسه که در طول این برنامه و یا در پایان اون ایمیل تماس با این گروه 13 نفر سازمان 13 نفر رو بگذارن. هر ایرانی، هر سازمانی که نکاتی دارن بفرستن، برای اینکه نامه بعدی
احتمالاً در تا پایان این هفته نهایی خواهد شد که با جزئیات کامل‌تر به این سازمان‌ها و کشورها فرستاده بشه، هم شرکت کنندگان و هم میزبانان، حداقل این قراری است که فعلا داریم. در بخش دیگری که دوست گرامیمون در این بخش آخر صحبت کردن، من نیز با ایشون موافق هستم و اون این هستش که ما هرچه زودتر میباید تا این گردهمایی ها سرد نشده خیلی سریع سعی بکنیم که قدم های بعدی رو راجعش تصمیم گیری بکنیم و همونجوری دوستانم اشاره کردن، یکی از مهمترین قدم ها به نظر من این هستش که یک کنگره جهانی، پارلمان جهانی تشکیل بشه که سازمان ها باشن، پشتیبانی کنن، منفردین باشن، که ما بتونیم در اولین فرصت یک ساختار اجرایی برای سرنگونی رژیم و همچنین یک ساختار اجرایی برای فردای فروپاشی و دوران گذار داشته باشیم. تا اونجایی که من میدونم حداقل 2 یا 3 طرح اجرایی هست برای این کار که ماها اگر نه سالها روش زحمت کشیده شده، امروز نه نامی ببرم و صحبت میکنم راجبش، ولی من فکر کنم اگر از همینجا شروع کنیم و روی پایه این نامه و جلساتی که در چند ماه گذشته باشه به عنوان یک مخرج مشترکی، به نظر میاد اکثریت این سازمان ها چپ و یعنی منظورم پادشاهی، جمهوری و دیگر هستن، کوچیک و بزرگ باش موافق دارن، روی اون اصول بتونیم پایه این همکاری رو بذاریم و در اولین فرصت این کار رو انجام بدیم. بنابراین بسیار آمادگی ها هست. این رو فقط توضیح بدم که من فکر کنم دوستانی که در این گروه هم بودن شاید با من موافق باشن. همونجوری گفتم ما در این جلسات هیچ گونه، ما که میگم این اعضا این نماینده سازمان ها، هیچ گونه خط‌کشی نکردن که چه سازمانی باشه نباشه، وقتی که همه همسو بودن و موافق تمامیت ارضی، مخالف تجزیه طلبی و موافق سرنگونی جمهوری اسلامی و اینها بودن، همه آمدن. ولی همونجوری دوستان گفتن این 10 نفر حدود 18 ساعت وقت گذاشتن. شما 18 ساعت رو ضرب در 10 نفر بکنید میشه 180 ساعت. هر جوری حساب بکنید من فکر کنم که این کارها میشد یا میشود در آینده سریعتر انجام بشه، وقتی که در یک ساختار سازمانی که همه سازمان ها موافق اون پروسه باشن تخصصی کار بشه، ترجمه انگلیسی رو یک گروه بکنه، نامه ترجمه فارسی رو یک گروه دیگه و کارهای دیگه، کارهای امنیتی و نظامی و خیلی چیزهای دیگه. من بسیار امیدوار هستم که در روزها و هفته‌های آینده این گروه ها به اضافه سازمان های دیگر سریع بتونن دور هم جمع بشن و بر روی یک پروسه بیان موافقت انجام بدن و یک پروسه شفاف که ما همگی در پیشگاه مردم بتونیم این کار رو انجام بدیم. فقط نکته آخرم این هستش که همونجور که بعضی از دوستان هم فکر کنم جناب یزدیان بهش اشاره کردن، یکی از بزرگترین اشکالات اپوزیسیون به خاطر این 40 سالی که با هم نبودیم عدم اعتماد هست. بعضی از گروه ها سازمان ها که نمیان مسائل فردی هست، چون ایشون هست من نمیام، چون اون سازمان هست من نمیام، و پادزهر این عدم اعتماد شفافیت برنامه های تلویزیونی مانند این هست که جلساتی که میشه همه بیان حرفاشون رو بزنن و ما این اعتماد رو به ذهن و شعور مردم ایران و همه مردم داشته باشیم که وقتی بشنوند و ببینن تشخیص خواهند داد که چه گروه ها و سازمان هایی در چه پخش هایی میتونن که با تخصص کار کنن و هر چه زودتر ما به اون نتیجه نهایی برسیم. متشکرم و من تمام. خیلی ممنونم جناب فروتن گرامی. آقای جاودان، آیا شما هم پاسخی میخواهید در باید؟ با اجازتون اگر که 1-2 دقیقه من بیشتر وقت نمیم. خواهش میکنم بفرمایید. با تقریبا کمتر از 20 دقیقه دیگر وقت، 19 دقیقه ما وقت. بفرمایید. من فقط 2 دقیقه وقت میخوام. از این فرصت استفاده میکنم و سپاسگزاری میکنم اول از همه از شما جناب آقایی برای اداره این جلسه، چون میدونن چقدر کار سختی هست، همچنین از جناب یزدیان برای مدیریت اون ساعتهای طولانی که ما به بحث نشستیم و چقدر دوستانه و با محبت این مسئله انجام شد، همچنین جناب نوریالا، جناب دوشوکی و جناب فروتن که زحمت بسیاری کشیدن برای انشا و نوشتن این نامه به کنفرانس، و همچنین از مایل هستم از مدیریت کانال 1 که این ساعت، این 3 ساعت رو در اختیار گذاشتن که این مطالب به گوش و سمع هموطنان ما در همه جای دنیا برسه، و همچنین مدیریت تلویزیون آقای همایون سپاسگزاری ویژه دارم. مطلبی که میخواستم من اضافه کنم، سوالهایی که مطرح شد از جانب
عزیزان بیشتر دور محور مطالبی بود که ما ساعتها در موردش بحث کرده بودیم، اون این که چرا فلان مطلب گفته نشده یا چرا فلان مطلب کاملا باز نشده یا واضح نبوده. عزیزانی که صدای منو میشنوید، این نامه برای بررسی و مسائل تمامی مسائل ایران نبود، بلکه فقط به فقط در درجه اول همکاری و همگامی و همراهی این گروه ها در نوشتن یک نامه یک صفحه‌ای و کوتاه و اعلام موجودیت به این کنفرانس بود. و بعد همونطور که جناب فروتن توضیح دادند و من وارد توضیح واضحات نمیشم، در نامه های بعدی به مقامات بعدی ما مسائل رو بیشتر باز خواهیم کرد و مفصلا در مورد اون بحث خواهیم کرد. نکته آخر هم این که جنبش ملی ما هستیم در این کنفرانس، در جلوی این کنفرانس خواهد بود اعضاش و دعوتی شده از طرف تلویزیون، کسانی که مایل هستن میتونن با تلویزیون تماس بگیرن یا در اروپا، در امریکا و یا در اروپا و جناب وکیلی تماس بگیرن و ترتیب مسافرتشون به جلوی کنفرانس و اقامتشون در هتل خواهد شد. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. خیلی ممنونم، خواهش میکنم از شما. جناب آقای بیت اللهی هم نکاتی رو میخوان بیان بکنن، منتها من از ایشون درخواست میکنم و دوستان نوشتن که سپاسگزاری از جناب بهبهانی و تلویزیون میهن فراموش نشود. بله حتما به روی چشم. از آقای بیت اللهی درخواست میکنم که من دو تا پرسش دیگر رو بگیرم، سپس ایشون اگر پاسخهایی رو دارن به همه بدهن. ممنون میشم از جناب بیت اللهی گرامی. جناب آقای محمود ابتهی. سپاسگزارم از شما جناب آقایی و خسته نباشید. عرض کنم که باید از همه سازمان ها و احزاب و تشکیلاتی که اینجا هستن اول تشکر کنم که کار بزرگی رو انجام دادند و در حال انجام دادن هستند. من روی صحبتم اینجا با اون سازمان هایی است که تا این مقطع حضور ندارن، دعوتی که شده، اون فراخوانی که شد و دعوتی که به عمل اومد از سازمان ها بسیار عمومی است، همه رو شامل میشه. یعنی به گونه این دعوت انجام شده که در واقع خیلی عامیانه بهانه ای کسی نداشته باشه برای شرکت نکردن و فقط گفته میشه که اپوزیسیون باید صدا شنیده بشه. این در واقع حق مردم ایرانی که صداشون شنیده بشه و تا جایی که ما میدونیم همه اپوزیسیون های خارج از مرزهای ایران این ادعا رو دارن، این شعار رو میدن که در واقع وظیفه ما انتقال بلند کردن، رسا کردن صدای مردم درون مرزه و فراخوانی که تا اینجا داده شده، نامه‌ای که تا اینجا نوشته شده جزی نیست که یک اپوزیسیونی وجود داره که به شکل نمادین خودش رو نماینده مردم ایران میدونه و میگه که صدای من رو بشنوید. من از اون سازمان هایی که تا الان همراه نشده خواهش میکنم به این شعار خودتون پایبند باشید. الان تعهدی به چیزی قرار نیست که در واقع داده بشه، فقط این است که شما اگر خودتون رو اپوزیسیون میدونید همراه شید و در واقع یک صدا بگویید که ما هم صدای مردم ایران هستیم. زمانی که در واقع نظر شما بخواد بیان بشه، دیدگاه خودتون بخواد بیان بشه، خب اون موقع میتونید دیدگاه خودتون رو بیان کنید. من خواهش میکنم اگر که صداقت دارید با مردم ایران، این لحظه نشون دادن اون صداقته. متشکرم از شما. سپاسگزارم جناب ابتهی. آقای عسکریان شما هم اگر کوتاه بفرمایید که ما بتوانیم چند پاسخ هم بگیریم. بله، خیلی ممنون آقای آقایی، خسته نباشید. یه تشکر ویژه من میکنم به عنوان یک ایرانی از تمام این افرادی که احزاب و سازمانایی که دور هم جمع شدن و با هم بودن و سعی کردن که صدای مردم ایران باشن در برابر این کنفرانس ورشو. روی سخن من همونجور که جناب ابتهی هم گفتن، برای سازمان هایی هست که هنوز نپیوستن،
این سازمانایی که واقعا ایران دوست هستن و دلشون برای ایران و ایرانی میسوزه باید خودشون تقاضا بدن که وارد این جمع بشن. یعنی اینجوری نباشه که منتظر باشن که حالا نامه بلند بالا براشون بفرستن. عزیزی صحبت کردن از شخصی آقای عزیز، اتفاقا اسمشون هم آقای دادیار، اگر ایشون خیلی نگران این هستن که مردم ایران و ایرانی چه میکنن، خودشان باید به مرد ایرانی ها، ایران دوستا بپیوند. اینجور نباید باشه که بخواد با سلام و صلوات و صد تا نامه جواب مدن. تازه من یک واژه‌ای هست در انگلیسی به اسم کامپرومایز، فارسیش میشه سازش. این در مخصوصا در امریکا دموکرات ها و ریپابلیکن ها کامپرومایز میکنن سر بعضی مسائل و با هم سازش میکنن. چرا اپوزیسیون ما نمیتونه کامپرومایز بکنه سر مسائل شخصی و کوچک؟ هر چیزی غیر از مردم ایران و سرزمین ما ایران باشد، تمام مسائل دیگر در برابرش کوچک است. من خواهش میکنم از اپوزیسیون های دیگر که اینجا نیستند، در جمع این 13 سازمان نیستند، خواهش میکنم کامپرومایز بکنن و بپیوندن. خیلی ممنون آقای آقای. خیلی ممنونم. جناب آقای بیت اللهی، تشریف داری؟ بله خوبه. شما بسیار کوتاه میاد، اگر مهربانی بفرمایید و اندکی بلندتر سخن بگویید ممنون میشم. پس از شما آقای سرایی از سازمان شیر و خورشید و بعد اگر زمان من دوباره به سراغ پرسش ها میرویم. بفرمایید جناب بیت اللهی گرامی. سپاسگزارم. امیدوارم صدام بهتر شده، رساتر شده شده میدونم. بله بله. البته بخش صحبت من جناب افتایی فرمودن، من پیامم اینه، همونطور که فراخان و دوستان دیگری که امروز پیوستند و در طی این چند روزه واقعا زحمت کشیدن، زمان گذاشتن و نامه رو تهیه کردن، خودشون شاهدن هیچ چیز از قبل ساخته پرداخته شده نبوده، همه با همدیگه همکاری کرد. در نتیجه راه بازه. من فکر میکنم هر سازمانی که دوست داره به این مسئله بپیونده، به شخص ما یا جمع ما میاد ولی به شخص نمیپیونده. این ناراحت نباشن که من رفتم زیر علم کسی، رفتم زیر پرچم کسی، نه، متعلق به خودشونه. همونطور که جناب فارسی سرور گرام هم گفتن، اگر قراره که ما به یک جمع بزرگتری برسیم در یک محل دیگری، من فکر میکنم بیاییم در واقع اونهایی که میپیوندن، بیاییم تدارکات چی اون جمع بزرگ بشیم، باز هم با یکدیگر شروع کنیم، چون از اونجاست که به نظر من سازماندهی داده خواهد شد و تشکیلات در واقع شکل خواهد. این مسئله بسیار بزرگ، همه در ایجاد تشکیلات با یکدیگر شریک بشیم. از طرف دیگه از ملت ایران، کسانی که ما رو میشنوند چه در داخل و چه در خارج، تقاضای من این هست که اگر دلسویی این جریان دارن و اعتقاد دارن که این مسائل داره راهکار رو در واقع جلو میبره و می تواند در نهایت با همبستگی تاثیرگذار باشه و بتونه اپوزیسیون رو که در خور ملت ایران هست و ارائه بده در خارج، اگر این نامه‌ای که مسلما در فضای مجازی در جاهای مختلف خواهند، حتما اگر مایل بودن زیرش امضا کنن، خیلی مفیده، با امضای شخصی خودشون بکنن، اسم مستعار نباشه، که در واقع بتوانیم ما پشتیبانی جامعه را هم داشته باشیم. سپاسگزارم. من وقتی بیشتری نمیگیرم. تشکر کنم جناب آقایی و برگزاری این نشست. از وقت هم بفرمایید. سپاس از شما جناب آقای بیت اللهی گرامی. جناب بیت اللهی دبیر کل حزب مشروطه بودند و همکنون رایزن این حزب هستند، حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات. جناب آقای سرایی از سازمان شیر و خورشید توکیو. درود و عرض ادب دوباره جناب آقای، بسیار بسیار سپاسگزارم برای وقتی که دادید. از بینندگان و حاضرین در جلسه بسیار سپاسگزارم. استدعا دارم برنامه هایی که به صورت زنده و به این شکل از همه سازمان ها میشه و یا برنامه های هفتگی مهستان رو خواهش میکنم، مخصوصا بینندگان در داخل ایران، صاحبان تلگرام ها، گروه های تلگرامی در توییتر، در اینستاگرام، در فیسبوک به صورت مکرر پخش کنن. ما صدایی نداریم به جز خودمون، ما به این طریق بتونیم صدای همدیگر رو و این جلسات بسیار بسیار مهم رو
برسونیم. استدعا دارم حاضرین در جلسه. من الان در این یکی دو ساعت دو بار فیسبوکم به تلاش به بلوک شدن شد. من مجبور شدم پسورد عوض کنم فقط به خاطر اینکه اشتراک گذاری داشتم میکردم و کامنت گذاری میکردم که این برنامه بالا بیاد در دنیای مجازی در فیسبوک. خواهش میکنم، این بسیار بسیار مهمه، هرگز به این موضوع پافشاری نمیشه، ولی هرچی هست الان دنیای مجازی در حالت پیش رفته و ما باید خودمون رو بیشتر در اون دنیا نشون بدیم و این برنامه ها که بسیار بسیار مهم هست رو به گوش جهانیان و مردم ایران برسونیم. استدعا دارم همیشه از این جریانات جریانات مجازی استفاده کرده و این برنامه ها رو به اشتراک بگذارید. خواهش میکنم. سپاس فراوان. ممنونم از شما جناب عارف سرایی گرامی. جناب آقای بابک حاتمیان از سنخوزه. با سلام به همیهنان، مهمانان عزیز و دوستانم در مجلسان. دوستان بیشتر مطالب رو گفتن. من یه سوال دارم، اما اینه که این کمیته اجرایی این برنامه بلوش این کنفرانس لهستان برای بقیه آدمایی که نمیتونن بیان اونجا، اگر که چیزی هست که اکشنی یا کاری رو دارن بگن. من مطمئن هستم در این رابطه صحبت شد که هر کی میتونه بره خب خیلی خوبه، ولی اگر کارهای دیگه ای باشه که در این فاصله هم بشه خود سکولار دموکراسی رو بیشتر توضیح داد و مطرح کرد و قدم به قدم جلو رفت. این که سوالم بود. اما در رابطه با کوتاه، این که در پروسه صحبت شد، همه اونایی که با این روش با روش و پروسه سر کار دارن میدونن که اگه بپرسی یه الفانت یه فیل رو چجوری میشه خوردش، همه میگن قدم به قدم یا لقمه به لقمه، بایت با بایت، یک دفعه نمیتونی هضمش بکنی و امکان نیست. برای همین وقتی که یک نیروی مادی تشکیل تبدیل بشه، جنبش سکولار دموکراسی به نیروی مادی عظیم، نگران این نیست. همه این شخصیت ها و گروه هایی که الان توجهی ندارن یا پیش‌داوری هایی دارن در رابطه با افکار خودشون، اونا خواهند پیوست. ما عجله برای اون نباید داشته باشیم که حالا چرا اونا نمیان و نام بیشتر بهشون بدیم و اینا. من فکر کنم عدم ارتباطات، دوستان گفتن که بدیل این بی‌اعتمادی اینه که خب ما به هم اعتماد کنیم و به هم شفاف سازی باشه. عدم ارتباطات هم یکی از این مسائلیه که باعث پیش‌داوری میشه. اگر نه، اگر که هدف کلی سکولار دموکراسی رو ما بذاریم این که به یک جمهوریت، ما عقیده داریم که مردم تصمیم میگیرن و به نوع حکومت بعداً تصمیم گرفته خواهد شد به وسیله رفراندوم عمومی، همه ایرانی ها، ما اونایی که بجز رژیم که عمدن در بین اپوزیسیون میخواد اختلاف بندازه و برنامه خودشو داره، برای بقیه گروه هایی که قلب پاکی دارن یا به اصطلاح فکری دارن نسبت به ایران دلسوزی دارن، همه با این مسئله مشترک هستن همه گروه ها. ولی به خاطر عدم ارتباطات و پیش‌داوری هایی که نمیتونن نمیان و یا برنامه های دیگه رو اینجوری به توافق نمیرسن. هر حال تشکر میکنم. من اگر کاری هست در رابطه با اون کمیته که تشکیل شده در رابطه با این، مایل هستم که اعلام بکنن کمک هایی که لازم دارن، بگن چی هست تا بقیه هم بتونن، هر که به حد خودش بتونن کمک کنن. تشکر. بسیار ممنونم جناب آقای حاتمیان. آقای حاتمیان از مهندسین برجسته چیپ دیزاینر هستند در شرکت های آیتی. بر جناب آقای میرزایی نوبت جناب علی است. اگر در دو دقیقه بفرمایید ممنونتون خواهم بود. تشریف دارید جناب آقای میرزایی؟ منو فراخواندید. سپاسگزارم. درود به همگان. پرتوی از امید و روشنایی در دل من و همزمان که این برنامه پخش میشه برای صدها آشنایانم در همه گیتی، کانادا، آمریکا، ایران فرستادم. بسیار فوری واکنش بسیار بسیار خوشدلانه‌ای رو نشون دادن و از من سپاسگزاری کردن.
این نزدیکی، این جنبش راه به سوی همبستگی، همچنان که در دل خود من این نیرو و امید رو پدید آورد، زمانی که هم میهنان این رو دریابند، خود به خود اونها هم به دیگری منتقل میکنند. بنابراین جای هورا، شادی، خنده و سپاس بسیار دارد و شاد باش به کوشندگانی که با پیگیری، پایفشاری، از پای ننشستن، خستگی ناپذیر، با همه سختی ها و خستگی ها به جایی رسوندن که امروز میتونیم این پرتوی امید رو ببینیم، گرماش رو در جان بنیوشیم. سپاسگزارم بسیار و دل من امیدی نو گرفته است. نازنینی گفتن که بگیم من ایران، و من چکامه دیروز ساختم اینجا، هم یک بخششو خواستم بگذارم نشد، یک بخش کوچکش گذاشته شد. آقای میرزایی 10 ثانیه دیگه وقت. بله، زندان من و ما این هست که بگوییم ما ایران هستیم، ما ایران هستیم، نه من. تا کنون چون من بوده این همبستگی انجام نشده، و اکنون روزنه امیدی به سوی ما باز شده. خیلی ممنون، شاد باش. میگم سپاسگزارم از شما. دوستان گرامی، بینندگان ارجمند، خیلی ممنونم که 3 ساعت رو تاب آوردید و این گزارش گروه های 13 گروه اپوزیسیون که در کنار هم تلاش کردند تا همکاری رو پدید بیاورند و چشم‌اندازی رو به آینده بکشند رو گوش کردید. خیلی خیلی ممنونم از همه دوستانی که تشریف آوردن، قدم رنجه کردند و این وقت رو، این 3 ساعت رو تاب آوردن. سپاس بسیار دارم از همه همکارانم، از جناب آقای شهرام عباس‌پور و تلویزیون های میهن و کانال 1. بدرود تا هنگامی دیگر. خسته نباشید دوستان. بدرود. خسته نباشید همه دوستان.